این ویدیو ترجمه مفهومی مناظره لارنس کراوس فیزیکدان آمریکایی با همزه آندریاس جورجس محقق اسلام شناسه okay. Everyone take their seat. We're about to begin the proceedings, God willing. So no, God willing, are you okay? We're begin seating, <laughs> okay? Okay, willing, whatever it is. Okay, I start by uh, praising God, the compassionate, the merciful. Salam alaikum. Peace be upon the whole gathering. Marhaba. Welcome and thank you all very much for attending this, what I hope will be a seminal debate between our two respected speakers on the left and the right. <laughs> امروز قرار دو تا نظام اعتقادی مختلف با هم مناظره کنند که هر کدومشون باورشون اینه که دارن حقیقت رو میگن مهم نیست که شما طرف کدوم یک از این دوستان باشید به هر حال بعد از این مناظره قرار اطلاعات بیشتری هم در مورد آتئیسم و خدا ناباوری و هم در مورد خدا باوری و اسلام داشته باشید پس جریان از این قراره روال مناظره هم به این شکله که ابتدا به هر یک از این عزیزان 25 دقیقه فرصت میدیم که صحبت کنند بعد از اون هر کدومشون 10 دقیقه دیگه فرصت صحبت و پاسخگویی به همدیگر رو خواهند داشت بعدش هم هر کدوم دوباره 3 دقیقه دیگه فرصت پاسخگویی به صحبت های همدیگه رو دارند بعدش این دوتا عزیز میتونن همدیگر رو زیر سوال ببرن ولی قرار نیست که شدت عمل به خرج داده بشه چون به هر حال به نظر من زبان میتونه خیلی ویران کننده تر از سلاح هستهی باشه و در نهایت حاضران و تماشاگران فرصت این رو پیدا خواهند کرد که از این دو نفر در مورد موضوع مورد مناظر سوال بپرسند. در این بین از همه حاضران هم درخواست میکنم که مزاحمتی برای صحبت کننده ها ایجاد نکنند و به هر دو طرف احترام بذارند. ما اینجا دنبال هیچ درگیری و خونریزی نیستیم و من مطمئنم که شما دوستان متوجه منظور من هستید. بنابراین اولین صحبت کننده امروز برادر ما اجازه میدید بگم برادر ما برادر انسانی هستیم. شما آقای کراس برادر انسانی ما هستید. ایشون هم برادر انس...

اولین سخنران امروز همزه آندریاس جورجیزه و درسته که ایشون یکم شبیه پاکستانی ها هستند ولی اصلیتشون یونانیه نه پاکستانی ایشون دانش آموز تفکر اسلامی و سخنران و پژوهشگر آکادمی تحقیقات و آموزش اسلامیه من از ایشون میخوام که قسمت سخنرانی خودشون رو انجام بدن الحمدلله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمدلله و سلام و سلوات بر رسول خدا قبل از هر چیز میخوام خدمت پروفسور کراوس و همینطور برادران و خواهران میهمان و دوستان و آشنایان عرض ادب کنم اونم با گرمترین و صلح جویانه ترین آداب اسلامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که این عرض ادب معنیش اینه که رحمت و برکات خدا بر همه شماها سوال امروز اینه. اسلام یا خدا ناباوری؟ کدوم منطقی ترن؟ من میگم اگه ما بیایم از عقل و توان فکریمون استفاده کنیم قطعا به این نتیجه میرسیم که اسلام منطقی تره و برای توضیح ادعایی که دارم از دو تا دلیل استفاده میکنم اولین دلیلم اینه که وقتی که قرار منشأ جهان رو توضیح بدیم توضیحات اسلام منطقی تره دلیل دومم هم, اینه که این اسلامه که ماهیت گفتمان قرآن رو معنا میکنه اجازه بدید مستقیما برم سراغ دلیل اول که اسلام منشأ جهان رو منطقی تر توضیح میده همه ما به هر حال از خودمون میپرسیم که جهان چجوری شروع شد؟ چرا دنیا وجود داره و چرا یه چیزی هست به جای اینکه هیچی نباشه؟ در پاسخ به این سالات پدر بزرگ خدا ناباوری جدید برتران راسل گفته که جهان فقط وجود داره همین و این یه واقعیت مبهمه حتی در تاریخ اسلام هم در اوایل قرن هشتم ما طبیعت شناسان و فیلسوفانی با عنوان دهریه داشتیم که دیدگاه های مشابهی داشتند. اینجور دیدگاه ها شامل این هم میشه که دنیا ابدی و بی نهایته. و اگه دنیا ابدی و بی نهایته اینه که جهان به سمت گذشته هم ابدی و بی نهایته. ولی سوال اینجاست که آیا ما میتونیم گذشته ازلی و بی و بدون نقطه شروع داشته باشیم؟ اصلا بی نهایت در دنیای واقعی اقلانیه؟ این ایده که میگه دنیا گذشته ای لایتناهی و ابدی داره کاملا غیر چرا که به کوچکترین اجزا تقسیم شدن بینهایت و قابل اندازگیری بودن بینهایت در دنیای واقعی نمیتونه رخ بده. منظورم همون چیزیه که پروفسور کراس عزیز هم در صفحه 71 کتاب جهانی از عدم نوشته اون در اونجا خیلی واضح نوشته که انرژی فضاهای خالی یا هر چیزی شبیه به اون نمیتونه به شکل فیزیکی بی نهایت و ابدی باشه. واسه همینم ما باید یه روش ریاضیاتی برای پیدا کردن پاسخ نهایی پیدا کنیم. حالا برای توضیح اینکه چرا بدون پایان بودن و بی نهایت بودن چیزی نیست که وجود داشته باشه چند تا مثال میزنم براتون. مثلا فرض کنید که ما در این اتاق بی نهایت پروفسور کراوس داشته باشیم. بعد بخوایم تعداد این بی نهایت دکتر رو منهای پنج دکتر کراوس کنیم. چند تا برامون میمونه؟ خب یه ریاضیدان ممکنه که جواب بده ما همچنان بی نهایت پروفسور کراوس خواهیم داشت ممکنه که منطقدان ها به این سوال این جواب رو بدن که ما بی نهایت منهای پنج تا پروفسور کراوس برامون میمونه ولی چی باعث میشه که من عملا حذف پنجتا تا پروفسور کراوس رو از این اتاق متوقف کنم هیچی و اگه من این کارو بکنم باید توی این اتاق کمتر از بی نهایت پروفسور کراوس باقی بمونه حالا که نمیمونه پس بی معنیه و تناقض به وجود میاره حالا یه مثال دیگه میزنم فاصله بین من و پروفسور کراس رو در نظر بگیرید این فاصله ظرفیت این رو داره که به بی نهایت قسمت ریز تقسیم بشه ولی من میتونم با حرکت کردن این فاصله رو محدود و کمش کنم ارستو فیلسوف یونانی میگه بینهایت ممکنه ولی دستیافتنی نیست و ریاضیدانانی چون کازمان و نیومن در این زمینه گفتن که قطعا بینهایت به اون معنایی که ما میگیم در دریا بینهایت ماهی وجود داره وجود نداره. حالا همه ای اینها هدایت میکنه ما رو به سمت استدلال قیاسی اجازه بدید من توی پاورقی یه توضیح خیلی خلاصه ای در مورد استدلال قیاسی و استقرایی بدم چون بحث زیادی در این زمینه خواهد بود برای استدلال کردن میشه از یکی از این دوتا روش استفاده کرد روش استدلال قیاسی و روش استدلال استقرایی در استدلال قیاسی ما بر اساس اطلاعاتی مقدماتی و تقریبا بدیهی نتیجه گیری میکنیم مثلا این مقدمات میتونن این دوتا باشن همه انسان ها میمیرند علی انسانه و نتیجه لازمی که از این دوتا جمله مقدماتی میشه گرفت اینه که علی هم میمیره این مثالی برای استدلال قیاسی بود در استدلال قیاسی از اونجایی که ما بر اساس مقدمات درست نتیجه گیری می کنیم پس نتیجه گیری ما هم لزوما درست و منطقیه از اون طرف استدلال استقرایی با مشاهدات و تجربیات تکراری شروع میشن مثلا من میبینم تا حالا هر ایرانی که دیدم سرزنده و شاد بوده. بنابراین ایرانی بعدی که من میبینم هم فردی سرزنده و شاد خواهد بود. بنابراین نتیجهگیری به دست اومده از استدلال استقرایی قطعی نیست. یعنی این احتمال وجود داره که ایرانی بعدی که من باهاش مواجه میشم اصلا سرزنده نباشه و کاملا افسرده و غمگین باشه حالا علم بیشتر بر اساس استدلال های استقرایی عمل میکنه چرا که علیرغم رغم اینکه نتیجه گرفته شده در استدلال استقرایی قطعی نیست این یه روشی فوق‌العاده برای رسیدن به حقیقته. چرا که خب فرض کنید توی 99 روز پشت سر هم هر روز یه جرم فضایی سنگین بیاد بخوره به زمین. از این تکرار نمیشه نتیجه قطعی گرفت که صد درصد روز صدام هم همین اتفاق بیفته. بنابراین ترجیح علمی فکر کردن استفاده از استدلال های استدلال قیاسی استدلالی کامله یعنی بر اساس مقدمات استدلال و ای که به دست اومده کاملا روشنه که به چی میگن استدلال قیاسی خوب ولی خیلی روشن نیست که چی باعث میشه که یه استدلال استقرایی استدلال استقرایی خوبی باشه مثلا اون مثالی که زدم در مورد اون جرم فضایی سنگینی که در مدت 99 روز هر روز به زمین میخورد اون استدلال استقرایی خوبی بود ولی این استدلال که تا حالا همه قوهایی که دیده شدند سفید بودند بنابراین همه قوها سفیدند مثال خیلی بدی از استدلال استقراییه به هر حال استقرا با تجربه به دست میاد. بدون تجربه و تکرار ما مثلا از کجا باید بدونیم که آسپرین میتونه سردرد ما رو خوب کنه یا با استدلال استقراییه که ما همیشه تصمیم میگیریم بریم چه فیلمی رو ببینیم، چه غذایی رو مصرف کنیم، برای دوستمون چه کادویی بگیریم یا از چه راهی میتونیم سریعتر خودمون رو به یه جایی برسونیم. علم بیشتر از همه از استدلال استقرایی استفاده میکنه چون با اطلاعات مبهمی که ما از جهان داریم نمیتونیم همه تصمیماتمون رو با استدلال های قیاسی بگیریم چون اون مقدمات و اطلاعات اولیه و تقریبا بدیهی رو برای چنین استدلال های قیاسی نداریم. برای اونهایی که نمیدونن باید بگم که استدلال قیاسی یه جور نتیجه گیریه که به دلیل اطلاعات و خبرهای اولیه و مقدماتی که داریم لازمه که بهش برسیم و انکار استدلال قیاسی مساوی با انکار واقعیات خب حالا به این استدلالهای قیاسی گوش کنید شماره یک چیزی با عنوان بینهایت نهایت واقعی نمیتونه وجود داشته باشه. شماره دو بینهایت رویدادهای تاریخی گذشته تا حالا به پایان رسیدن و بی نهایت نبودن. نتیجهگیری لازمی که از این دوتا خبر اولیه و مقدماتی میشه گرفت اینه که تعداد بینهایتی از رویدادهای گذشته نمیتونن وجود داشته باشند. برابر این دنیا باید نهایت و آخر داشته باشه و به همین ترتیب دنیا باید ابتدا و آغاز هم داشته باشه اینا استدلال قیاسی بود ولی ما استدلال های دیگه ای رو هم داریم مثلا این استدلالی که من اسمش رو میذارم استدلال اختر فیزیکی البته من ادعا نمی کنم که فیزیک دانم پروفسور کراوس با تحصیلات دانشگاهی در رشته تخصص فیزیک رو داریم و ایشون میتونن بقیه داستان رو بهمون بگن مثلا الکساندر ولینکن که فکر میکنم از دوستان پروفسور هم هستند در کتابشون با نام دنیاهای زیاد در یک دنیا گفتن که با مدارک و شواهدی که ما داریم کیهان شناس ها دیگه نمیتونن پشت احتمال بینهایت بودن گذشته جهان پنهان بشن اونها باید با مشکل آغاز کیهان مواجه بشن و فقط محض اطلاع خود پروفسور کراوس هم در کتابشون به آغاز جهان اشاره کردند اون چه که جالبه اینه که در تفکر اسلامی در این زمینه مفصل صحبت شده و یه نتیجه متفق القول وجود داره که میگه جهان ابدیه و در یه نقطه ای از گذشته آغاز شده همونطور که حکیم و خداشناس ابن تیمیه در کتابش با عنوان از سفریه که در قرن چهاردهم نوشته عنوان کرده که هر چیزی به جز خدا همگی مخلوق و آفریده شده محسوب میشن و بعد از اینکه وجود نداشتن به موجودیت وارد میشن خب حالا از اونجایی که نشون دادیم دنیا باید نقطه آغازی داشته باشه میخوام به چهار تا استدلالی که به وجود اومدن جهان رو توضیح میدهم اشاره کنم شماره یک دنیا از هیچ چیز به وجود اومده شماره دو دنیا خود به خود به وجود اومده. شماره سه دنیا رو چیز دیگه ای ساخته که خودشم مخلوق یه موجود دیگه است. شماره چهار دنیا رو کسی خلق کرده که خودش مخلوق کس دیگه ای نبوده. حالا بیاین این چهار تا استدلال رو با همدیگه مرور کنیم. آیا ممکنه که دنیا از هیچی به وجود اومده باشه؟ قبل از پاسخ به این سوال ما باید بدونیم منظورمون از هیچی چیه؟ وقتی که میگیم هیچی منظورمون نبودن یه چیزیه و در این مورد منظور ما از هیچی نبودن جهانه حالا چرا این تعریفی که من از هیچی ارائه کردم اقلانی و منطقیه چون ما با استدلال قیاسی نشون دادیم که دنیا آغازی داشته و اینکه دنیا آغازی داشته معنیش اینه که یه زمانی دنیا وجود نداشته نمیشه یه همچین ادعایی رو رد کرد چون بر اساس استدلال قیاسی ما به این نتیجه رسیدیم. پس بر اساس تعریف ما فکر کنم میتونیم نتیجه بگیریم که اینکه دنیا از هیچی به وجود اومده باشه هم غیر ممکنه هم غیر منطقیه. میشه اینو به شکل ریاضی هم نشون داد. مثلا بگیم صفر به اضافه صفر به اضافه صفر میشه چقدر؟ خب هیچ وقت جواب سه نمیشه. جوابش میشه صفر. پس دنیا نمیتونه از هیچی به وجود اومده باشه همونطور که پی جی وارتون هم در مقاله‌ای که در مورد زمان نوشته عنوان کرده که اگه فقط یه چیز باور نکردنی و غیر قابل قبول باشه اینه که بیایم بگیم یه چیزی میتونه از هیچی به وجود بیاد اجازه بدید بریم سراغ گزینه دوم آیا دنیا میتونه خودش خود به خود به وجود اومده باشه؟ همین سوال نشون میده که دنیا همزمان هم وجود داشته هم وجود نداشته و این ممکن نیست ضمناً یه مثال دیگه هم میشه زد که قابل تصور باشه از خودتون این سوال رو بپرسید مادر شما میتونه خودش خودش رو زاییده باشه؟ معلومه که نه رو همین حساب به وجود آوردن خود ممکن نیست بریم سراغ گزینه سوم آیا میتونه دنیا رو چیزی خلق کرده باشه که خودش مخلوق یک کس دیگه ای باشه؟ من در ادامه توضیح نهایی در مورد شروع جهان استدلالم اینه که چنین ادعایی هم منطقی، هم غیر منطقی مثلا دنیا نمیتونه نتیجه یه دنیای دیگه باشه یا نمیتونه نتیجه یه چیز دیگه ای باشه که خودشم به وجود اومده باشه چرا که مفهوم بی نهایت مفهومی بی معنیه فرض کنید دنیای ما دنیای شماره یک باشه این دنیای شماره یک ما در نتیجه یه دنیای دیگه با شماره دو به وجود اومده باشه بعد دنیای شماره دو هم به واسطه یه دنیای شماره سه به وجود اومده باشه وقتی بی نهایت، مفهومی بی معنیه، پس یه همچین داستانی هم نمیتونه درست باشه متفکر و فیلسوف اسلامی دکتر جعفر ادریس این نکته رو خلاصه کرده و گفته هیچ زنجیره از علتهای واقعی وجود نداره به جاش زنجیره از وجود نداشتنها وجود داره با این حال حقیقت اینه که در اطراف ما موجودیت وجود دارند. بنابراین علت نهایی باید یه چیزی غیر از علت مادی و موقتی باشه. بریم سراغ آخرین توضیح ممکن. این استدلال که میگه دنیا رو باید چیزی خلق کرده باشه که خودش خلق نشده باشه منطقی ترین توضیحه. فیلسوف آبراهام ورگزه در زمینه کتاب آنتونی فلو با عنوان یه خدایی وجود داره این نتیجه گیری رو خیلی ساده اما با قوی ترین شکل ممکن توضیح میده. می نویسه که این واضحه که خداپرستان و خدا ناباوران در یه مورد با هم توافق ندارن. اونم اینه که اگه فقط یه چیزی وجود داشته باشه لازمه اون وجود داشتن اینه که یه چیزی همیشه قبل از اون وجود داشته باشه. حالا چطور اون واقعیت ابدی به وجود اومده؟ جواب اینه که هیچ وقت به وجود نیومده همیشه وجود داشته خودتون انتخاب کنید خدا یا جهان یه چیزی همیشه وجود داشته خب ما یکم پیش با استدلال قیاسی به این نتیجه رسیدیم که جهان نمیتونسته همیشه وجود داشته باشه چون نقطه آغازی داشته آره خب معنیشم این نیست که خدا وجود داشته منظورم اینه که معنیش این نیست که الله، یهوه، مسیح یا بودا وجود داشته معلومه که نه این فقط یه اعتقاده میذاریم که آتیسا بهش فکر کنن The point I'm trying to make here is that if we continue if we continue with our rational argumentation using our aql aql meaning intellect in the Arabic language as the Quran the Quranic discourse says afala do you not use your brains if we continue using our brains our mind اون نکته ای که من میخوام اینجا بهش اشاره کنم اینه که اگه ما بین استدلال های منطقی ادامه بدیم و از عقلمون استفاده کنیم متن قرآنی میگه آیا تعقل نمی کنید؟ یعنی آیا از عقلتون استفاده نمی کنید؟ حالا اگه ما بیایم به استفاده از عقل یا ذهنمون ادامه بدیم به نتیجهگیری عمیقی دست پیدا خواهیم کرد شماره یک میفهمیم که این خالق خودش خلق نشده باید ابدی و بی نهایت باشه. چون معنی یه چیزی که مخلوق نیست همینه. شماره دو، اون باید متعالی و فرای این دنیا باشه. همونطور که ابن تیمیه، حکیم و خداشناس قرن چهاردهم میگه خدا باید فرای طبیعت و جدا از دنیا باشه. برای مثال، اگه من بخوام این سکویی که روش سادم رو بسازم، آیا باید خودم جزئی این سکو باشم؟ نه، شماره 3 این خالق خلق نشده باید اراده آزاد داشته باشه چرا که اگه او ابدی و بی نهایت باشه و تونسته یه چیز محدودی چون این دنیا رو که آغاز داره وارد موجودیت کنه باید انتخاب کرده باشه که دنیا رو به وجود بیاره و لازمه انتخاب کردن داشتن اراده آزاده و لازمه داشتن اراده آزاد ارتباط داشتن با یه موجودات بخصوصی از دنیاست. شماره چهار این خالق باید قدرتمند باشه. مثلا اون اتم ها رو به وجود آورده. آیا شما میتونید اجزای اتم ها رو از همدیگه جدا کنید؟ از پروفسور کراس بپرسید که اگه این کار رو بکنید چی میشه؟ نکته پنجم اون باید دانای مطلق باشه. چرا که اگه او جاودانه و همیشه گیه و اونه که قوانین دنیا مثلا قانون گرانش رو ساخته پس اونه که قانونهای طبیعت رو تعیین میکنه و همه اینها نشون میده که اون خالق همیشه همه چیز رو میدونه چرا که ابدیه و اونه که قانونهای طبیعت رو به وجود آورده و نکته آخر اینه که اون خالق باید یه دونه باشه اگه ما بخوایم بر اساس اصول منطق تیغ اوکام صحبت کنیم اجازه بدید این توضیح رو بدم که خیلیا تیغ اوکام رو درست نمیفهمند. من بعد از خوندن کتاب پروفسور کراوس متوجه شدم که ایشون هم از تیغ اوکام سر در نمیاره. و البته شاید ایشون یکم بعد با من مخالفت کنه. موضوع اینه که تیغ اوکام در مورد علتهای فیزیکی صحبت نمیکنه و اونچه که پروفسور کراوس و امثال اون از تیغ اوکام برداشت کردن سوء تفاهم و اشتباهه به زبون ساده میگم تیغ اوکام یعنی داشتن ساده ترین و قابل فهم ترین توضیح یعنی چی؟ یعنی ما باید توضیحی رو به عنوان توضیح درست انتخاب کنیم که بخش بزرگتری از موضوع رو به شکل قدرتمندتر و قابل فهمتری توضیح بده. چون توضیح و تفسیر هر موضوعی میتونه پیچیده باشه. چون قرار بیشتر سوالات رو پاسخ بده. بنابراین این اینکه بگیم خدا یه دونه است ساده ترین پاسخه ضمن اینکه خیلی چیزا رو هم میشه باهاش توضیح داد اگه بیایم بگیم دو سه یا چهار تا خدا داریم اون وقت دیگه استدلال ما ساده نیست و جواب همه سوالات رو به ما نمیده و در حقیقت واقعیات سوالات بیشتری رو نسبت به جوابهایی که به همون میده به وجود میاره مثلا باید توضیح بده که چرا علتهای یک و دو و سه برای همیشه و با همدیگه وجود دارند و اصلا اقلانی و منطقی نیست بنابراین ما الان به نتیجه گیری رسیدیم که قرآن 1400 سال پیش رسید که یه خالقی وجود داره. خالقی که یه است چیز دیگه مثل اون نیست و او متعالی و فراجهانیه. As the Quran says in the chapter, say he... قرآن در سوره 112 هم میگه بگو او خداست. او یکیست. بی همتاست. خدا بی نهایت و جاویدانه. مطلقه. نه زاده و نه زایده شده و هیچکس مثل او نیست حالا قبل از اینکه بریم سراغ استدلال بعدیم دوست دارم به یه بحثی اشاره کنم یه بحث خیلی جدید which means if someone offers to talk to you you have to talk to them back and i wasn't offended but i found it' like childish when i asked someone in this room first have a chat, you want to have a chat with me which i think is not very nice but that's uh, that's that's another story بنابراین من الان حرفامو میزنم سوال اینه که اولین کلیشه ی آتیستی چیه؟ من اسم این اولین کلیشه ی آتیستی رو گذاشتم کلیشه ی هیچیه پروفسور کراوس اگه شما کتاب ایشون رو خونده باشید دیدید که اجازه بدید اشاره کنم که پروفسور کراس از لحاظ تحصیلات دانشگاهی مرتبه فوق‌العاده‌ای دارن منظورم اینه که من به هیچ وجه با ایشون قابل مقایسه نیستم. One second. Please, به هر حال ایشون در کتابشون اجازه بدید اینو هم بگم که من کتاب ایشون رو دوست دارم سبکشون و بلاغت و شیوایی کتاب رو دوست دارم ایشون در کتاب جهانی از عدم گفتن که هیچی هیچیه ولی هیچی دوم رو با سبک ایتالیک نوشتن و همینجا بود که معنی هیچی رو تغییر دادن در زبان انگلیسی معنی هیچی میشه نفی کامل و دوباره یه جای دیگه میگه هیچی در واقع یه چیزی هست اون چیز هم واقعیتی کوانتومیه این کاملا عجیبه برای همینه که ما برای درک بهتر تفاوت مفاهیم مختلف باید فلسفه یاد بگیریم برای مثال فرض کنید من اونجا توی راه رو بودم و میگفتم من میخوام هیچ کس رو ببینم و اونها آدرس این سالن رو به من میدادن مثلا نمیشه گفت که اگه روی هیچی یکم خامه بریزیم خیلی خوشمزه میشه آیا گفتن این چیزا اقلانیه؟ و پروفسور کراوس که ادعا می کنند هیچی در واقعی چیزی هست اومدن در صفحه 80 کتابشون نوشتن دنیایی که ما درون اون زندگی می کنیم در هم فرو خواهد ریخت و به همون مه کوانتومی تبدیل خواهد شد که احتمالا موجودیت ما از اونجاها شروع شده و دوست ایشون الکساندر ولینکن همین اواخر گفتن که خلع خیلی با هیچی فرق داره. خلع یه موضوع فیزیکیه. ولی این تقریبا ربطی به واقعیات نداره. همونطور که پروفسور کراوس توی کتابشون اعتراف کردند، اینها نتیجه گیری های ناشی از حدس و گمان و غیر قطعیه. ایشون تو کتاب میگن من اینجا روی واژه تونستان تاکید میکنم چون ممکنه که ما اطلاعات تجربی کافی برای حل این معضل مرموز نداشته باشیم من با تمام احترامی که برای تلاش های ایشون قائلم شما نباید یه استدلال استقرایی رو به استدلال قیاسی ترجیح بدید به عقیده فروتنانه من فقط کسی که عقلش درست کار نکنه چنین کاری رو انجام میده دومین مشاجره ای که من دارم اینه که چیزها میتونن بدون هیچ علتی به وجود بیان. ما خلع کوانتومی داریم، واقعیت کوانتومی داریم و رخدادهای زیر اتمی که رخ میدن بدون اینکه علتی داشته باشن. من فکر میکنم که ما قویین میتونیم یه همچین ادعایی رو رد کنیم. استدلالی هم که دارم مربوط میشه به چگونگی ادراک و مبتنی بر استدلال کانتیه. من میتونم نگاهم رو در این اتاق اداره کنم میتونم این آقای جوان خیلی خوشتیپ رو ببینم میتونم فیلم بردار رو ببینم میتونم دیوار رو هم ببینم کار دیگه ای که میتونم بکنم اینه که برعکس این رو هم ادراک کنم ولی اگه خانم من وارد این اتاق بشه قبل از اینکه اونو از جلو ببینم نمیتونم از پشت ببینمش و اونچه که حقیقت اینه که اینکه این یه وقتایی من میتونم نگاهم رو کنترل کنم و یه وقتایی نمیتونم نگاهم رو کنترل کنم به خاطر اینه که ما یه مفهوم درونی از پیوندها و ارتباطات علی داریم و رد کردن این بر اساس تجربه گرایی یا واقعیت تجربی مساوی با رد کردن خود ادراک. انگار بیایم به پای خودمون شلیک کنیم. به همین دلیل که فیلسوف جان کاتینگ در کتابش با عنوان عقل گرایی میگه که بر اساس استدلال کانت امکان نداره که ما بتونیم یه رخدادی رو ببینیم مگه اینکه یه قاعده و سازوکاری وجود داشته باشه که بر اساس اون ادراک ما این گونه باشه نه به یه گونه دیگه ای. خلاصه اینکه لازمه یه تجربه رویدادهای بیرونی درک علتها و درک ضرورت هاست. خب این از کلیشه های آتیستی که میخواستم بهشون اشاره کنم. اجازه بدید برم سراغ طبیعت قرآن. سوره های قرآن توسط محققین شرقی و غربی ناخوشایند و تاثیرگذار تعریف شدند که به ابعاد درونی بشر توجه میکنه و این ناخوشایندی مثبت تعبیر شده چرا که قرآن سعی میکنه تاثیر مثبت روی عقل شما و خلق و خوی روانی شما بذاره برای رسیدن به این هدف تنها کاری که قرآن میکنه اینه که سوال میپرسه And the way the Quran this by asking questions. وفی انفسکم افلا یعنی در درونتان آیا نمی بینید؟ اینجا قرآن داره درباره واقعیت فیزیولوژیکی و واقعیت روانی صحبت می کنه و حتی به چیزایی همچون آگاهی از خود هم اشاره می کنه. به همین دلیل که پروفسور فلسفه شوبیر اختر در کتابش با عنوان قرآن و افکار دنیوی سعی کرده تفسیر این آیات قرآن رو بیان کنه. اون میگه هارمونی های بی عیب و نقص طبیعت و خوشی ها و تعهدات محیط انسانی ما با روابط متنوع و ظریفش من روی اهمیت دین سرمایه گذاری کردم. در واقع طبیعت خلق شده رمز نگاری فراتبیعی و متعالی بر روی حقیقته. طبیعت رمزیه که باید رمز گشایی بشه، شواهدیه که در جهان مادی و جهان اجتماعی روی هم تلمبار شدن و همه اینها در افقی مشترک به نظمی غیر مادی و پنهان اشاره می کنند. این خیلی جالبه مخصوصا وقتی که میبینیم این مطالب کتابیه که در قرن هفتم نوشته شده ولی قرآن از اینم فراتر رفته چالش فکری ایجاد کرده برای کل بشریت قرآن میگه The Quran says و این کنتم نزلنا علی عبدنا بی شهده اکن من الله این یعنی اگه شما شک دارید با پروفسور کراوس صحبت کنید با من صحبت کنید با همه صحبت کنید اگه شما به این کتابی که ما برای بندمون محمد فرستادیم شک دارید همه دوستان و شاهدانتون رو جمع کنید و یه سوره مثل اون رو بیارید اگه راست میگید این آیه اساس سیستم عظیمی از شواهد و مدارک پیدا شده در قرآنه و ما وقت نداریم در مورد همه اون استدلال ها صحبت کنیم استدلال تاریخی، استدلال جامعه شناختی و بخش عظیمی از پاسخهای منطقی و اقلانی اما یه چیز دیگه ای که میخواستم در موردش بگم زنده بودن و منحصر به فرد بودن زبان عربی در آیات قرآنیه محققان و متفکرین اسلامی هم میگن این معجزه محسوب میشه منتها قبل از اینکه من وارد این بحث بشم باید در مورد این صحبت کنم که معجزه چیه ما هنوز تعریف معجزه رو نگفتیم کلمه میراکل یا معجزه از یک کلمه لاتین با عنوان میراکلیوم گرفته شده که معنیش اینه یه چیز پر از شگفتی و تعریف سنتی فلسفه غرب از معجزه که توسط دیوید هیوم در تحقیقی در مورد درک انسان خلاصه شده میگه معجزه یعنی نقض قوانین طبیعت ما با این تعریف موافق نیستیم چرا که معنی قوانین طبیعت اینه تعمیم استقرایی الگوهایی که ما در جهان درک میکنیم یعنی الگوهایی که دائما دارن در جهان رخ میدن رو ما با عنوان قانونهای طبیعت میشناسیم ولی این امکان وجود داره که یه چیزی در الگوهای جهانی تغییر کنه و در عین حال ممکنه که اون تغییر هم بخشی از الگوهای جهانی و بخشی از همون استقرا یا تکرار باشه کار عمیقی که خداشناسان و دینداران اسلامی انجام دادن این بود که معنی معجزه رو بر اساس متن قرآن تغییرش دادن. یعنی اومدن گفتن که معجزه رخدادیه که خارج از ظرفیت تولیدی طبیعت رخ میده معنی این حرف اینه که در معجزه اگه شما به ماهیت طبیعی هر رویدادی رجوع کنید تمام توضیحات طبیعی ممکن رو رد خواهید کرد ضمن اینکه هیچ رابطه ی علت و معلولی طبیعی هم بین اون رخ داد و ماهیت اون رخ داد نخواهید یافت و این تعریف دقیق معجزه از نظر ماست اجازه بدید از خود قرآن مثالی بزنم براتون قرآن در مورد موسا و فرعون صحبت میکنه و میگه خدا به موسا گفت و پرت کن رو زمین اسات فورا تبدیل میشه به مار خب این یه معجزه است این اتفاقیه که فرای ظرفیت و توانایی طبیعت برای تولید اتفاقی شبیه به اونه چرا که اجزای شیمیایی تشکیل دهنده این مار در این معجزه با اجزای شیمیایی یه مار طبیعی فرق داره در واقع شما باید چیزهای بیشتری به چیزها اضافه کنید امیدوارم به نظرتون منطقی باشه چیزها در چیزها تا بشه اون مار خارق العاده رو خلق کرد lies outside the productive capacity of the nature of the event the wooden staff because the chemical makeup of the staff is different to that of the snake in actual fact you have to add more stuff to the staff if that makes sense stuff to the staff to be even close of creating a snake but only the staff was used بنابراین وقتی ما به دنبال پیدا کردن یه توضیح طبیعی میگردیم اونچه میبینیم این میشه که هیچ رابطه ی علت و معلولی بین اون چوب که از اجزای شیمیایی خاصی ساخته شده و اون مار وجود نداره بنابراین معنی موجز اینه حالا همین حالت معجزه در زبان عربی قرآن هم هست چرا که نمیشه قرآن رو بر اساس هیچ یک از اشکال ادبی زبان عربی توصیف کرد متن قرآن شامل سجع نصر قافیه دار مرسل یا سخنرانی مستقیم سجع مرسل فورد مقامه از The 16 patterns of classical Arabic poetry. حالا اون چیزی که جالبه اینه که در عربی کلاسیک هر عبارتی میتونه در های شناخته شده ی زبان عربی قرار بگیره در حالی که قرآن زبان عربی رو به شکلی متفاوت از قبلش تغییر میده و از این دیدگاه قرآن معجزه است چرا که علیرغم اینکه از زبان عربی ساخته شده هیچ رابطه علی بین زبان عربی و زبان قرآن وجود نداره دلیلش هم اینه که اگه ما بیایم هر جور دوست داریم از 28 حرف زبان عربی استفاده کنیم و تمام قواعد دستوری رو رعایت کنیم و از همه کلمات عربی استفاده کنیم نمیتونیم گفتمانی ادبی شبیه به متن قرآن رو تولید کنیم و تا حالا همه تلاش ها برای ارائه چیزی شبیه به قرآن شکست خورده همونطور که شرق شناس و مترجم برجسته بریتانیایی فوستر جرالد آرباتناد میگه همه ی اون تلاش هایی که در جهت تولید اثری به زرافت و زیبایی قرآن صورت گرفته تا حالا هیچ کدوم موفق نبودن. در این روشنایی خانوم ها و آقایان اونچه که در موردش صحبت کردیم میتونه به استدلالی قیاسی منتهی بشه. خوب گوش کنید. شماره یک معجزه رخدادیه که در خارج از ظرفیت و توانایی طبیعت رخ میده. به عبارت دیگه هیچ رابطه ی علت و معلولی بین اون رخداد و ماهیت اون رخداد وجود نداره. شماره دو شکل و فرم قرآن کاملا در خارج و فرای ظرفیت تولیدی طبیعت زبان عربیه. نمیشه شکل و فرم قرآن رو به طور منطقی با استفاده از زبان عربی توضیح داد. واسه همینم قرآن معجزه است. همونطور که پروفسور بروس لارنز از دانشگاه دوک در صفحه هشتم کتابش با عنوان قرآن یک زندگی نامه نوشته آیات قرآن حقیقتا بیان کننده علمن معنی را با معنی بیان می کند نشانه ای را با نشانهای و معجزه پس از معجزه پس ما الان دو تا استدلال کلیدی داریم که بر اساس استدلال قیاسی هستند نه فقط استدلال استقرایی برای به چالش کشیدن استدلال قیاسی آدم باید اطلاعات مقدماتی که استدلال قیاسی از اونها به دست اومده رو هم به چالش بکشه و من امیدوارم که پروفسور کراوس بتونه این کار رو انجام بده اجازه بدید چند تا از پاسخهایی رو هم که تا حالا به ادعاهایی که مطرح شد داده شده مرور کنیم مثلا میگن شکسپیر چی؟ نوشته های اون یونیک و منحصر به فرده. این یه پاسخ سطحیه. این پاسخیه که من از دان پارکر در مناظره در مینسوتا شنیدم و کاملا مشخصه که اون درسش رو خوب نخونده بود. اساسا نوشته های شکسپیر از لحاظ ویژگی های ساختاری زبان منحصر به فرد نیست. فرم ادبی آثار شکسپیر بیشتر دریافت های زیبایی شناختی هستند. ما بحثمون سر ویژگی های ساختاری زبان عربیه. وقتی که به آثار شکسپیر نگاه کنید، میبینید اون در آثارش از همون قواعد زبانی استفاده کرده که نویسنده های دیگه هم استفاده کردن و اگه به کتاب فرهنگ بیوگرافی ملی دانشگاه آکسفورد مراجعه کنید، میبینید که شکسپیر رو با فرانسیس بومانت، جان فلچر و نمایش نویسان دیگه مقایسه کرده. بنابراین از اون دیدگاهی که مد نظر ماست آثار شکسپیر منحصر به فرد و تکرار نشدنی نیست و در نهایت آخرین جوابی که در مخالفت با استدلال هایی که مطرح کردم داده شده این بوده که من عرب نیستم چطور با چنین استدلالایی میتونم قبول کنم که قرآن معجزه است خب ما میتونیم از یه استدلال دیگه ای با عنوان استنتاج اقلانی استفاده کنیم استنتاج اقلانی به پروسه ذهنی و تفکری میگن که در اون تفکر رو با یه ایده منطقی یعنی یه گزاره یا یه خبری که همه دنیا به عنوان حقیقت قبول دارن شروع میکنیم تا به نتیجه اقلانی برسیم و هیچ کس یه گزاره یا خبری رو که کل جهان قبول دارن و دانشگاه ها و مقامات معتبر و قابل قبول تاییدش کردن رد نمیکنه. چرا که این قلم روی معرفت شناسی یعنی قلم مطالعه باور هاست و یه باور مورد تایید در واقع شهادت یه شاهده and a valid of If you read the works of Cody and Keith Lera. اگه شما نوشته های پروفسور کاودین و پروفسور کیتر لیرا رو خونده باشید و کتاب معرفت شناسی شهادت یا همون گواهی دادن که دانشگاه آکسفورد منتشرش کرده رو هم خونده باشید میتونید در اونها استدلال های اساسی و بزرگ رو پیدا کنید که بعدا میتونیم در موردشون صحبت کنیم. پس با این حساب یه سری مقامات و تحصیل کرده های معتبر شهادت دادند که قرآن کتابیه که هیچکس نه توانه اینو داره که تغییرش بده نه در اون چالشی ایجاد کنه و هیچ کسی نمیتونه مثل اون رو بیاره اگه حرف این آدم ها درسته پس ما حتی بدون اینکه یک حرف از زبان عربی رو بفهمیم میتونیم به این نتیجه برسیم که شهادت این شاهدان معتبر درسته چرا که میتونیم سوال کنیم ممکنه که قرآن رو یه آدم عرب نوشته باشه ممکنه یه آدم غیر عرب نوشته باشدش میتونه حرفای خود محمد باشه یا از یه واقعیت الهی به دست ما رسیده ما میدونیم که هیچ آدم عربی قرآن رو ننوشته چون بهترین عرب همون زمان هم نتونست یه همچین چیزی رو بنویسه میدونیم که یه غیر عرب هم اونو ننوشته چون خب عربی بلد نیست به دلیل همه ی حالات انسانی هم میدونیم که خود محمد قرآن رو ننوشته اگه ما طرحی برای انجام همچین کاری داشتیم خب بازم این کار رو انجام میدادیم درست مثل کپی هایی که از هنر پیکاسو صورت گرفته و برای همین هاست که قرآن باید کتابی آسمانی و الهی باشه پس تا اینجا ما در مورد یه سری کلیشه های منسوخ شده صحبت کردیم چون من واقعا دوست دارم اینجا یه بحث صادقانه و منطقی داشته باشم واقعا میخوام امیدوارم که پروفسور کراوس هم همینطوری باشه برای ایشون خیلی احترام قائلم همونطور که برای همه شماها احترام قائلم مشخصا ما اینجا و اونجا با نظرات همدیگه مخالفیم خب میدونید هدف هم همینه نمیتونم اجازه بدم پروفسور کراوس همون کاری رو انجام بده که در آغاز انجام داد و سعی کرد با من وارد بحث نشه بنابراین از ایشون میخوام به اون مقدمه هایی که من چیدم و بحث هایی که آغاز کردم پاسخ بدن. ازشون میخوام به استدلال های قیاسی بپردازن و براشون آرزوی سلامتی دارم. ممنونم. Okay, thank you. مرسی از آقای همزه آندریاس به خاطر ارائه گویایی که از دیدگاه جهان اسلام ارائه کردند. حالا از پروفسور لارنس کراوس میخوام که بیان صحبت کنن. مطمئنم که ایشون هم همون 25 دقیقه رو صحبت خواهند کرد. مطمئنم. اما از اونجایی که ممکنه بعضی از شما پروفسور کراس رو خوب نشناسید، باید بگم ایشون کیهانشناس مشهور و رواج دهنده علم هستند. ایشون پروفسور فیزیک در مدرسه تحقیقات زمین و فضا و مدیر پروژه اورجینز در دانشگاه ایالتی آریزونا هستند و نشریه علمی ساینتیفیک آمریکا ایشون رو به عنوان نابغه و از معدود روشن فکران عمومی و از فیزیکدانان برتر معرفی کرده. زمنان ایشون نویسنده بیش از 300 مقاله علمی و 9 تا کتاب چاپی هستند. از جمله کتاب های ایشون میشه از فیزیک پیشدازان فضا که پرفروشترین کتاب بین المللی هم بوده نام برد و عنوان کتابی که اخیرا از ایشون چاپ شده و پرفروشترین بوده هم هست جهانی از عدم. این کتاب تا حالا به 17 زبان دیگه یا بیشتر ترجمه شده. پروفسور کراوس ازتون میخوام که پاسخ بدید. اول من میخوام از کسانی که منو دعوت کردن تشکر کنم. به من خیلی لطف داشتن و با من از خیلی از کسان دیگهی که باهاشون گفتگو و تبادل نظر داشتم میهمان نوازتر رفتار کردند. بنابراین از سبیه ها که ندیدمش و عبیدا که یکی دو روز گذشته از من مراقبت کرد و ایسا که فقط باش کار کردم میخوام خیلی تشکر کنم. اونها احترام زیاد و مهمان نوازی زیادی به هم نشون دادن و منم میخوام بهشون همون احترام رو ادا کنم. البته معنیش این نیست که من برای همه ایده ها و نظرات ارزش قائلم. بعضی از ایده ها مسخرن در واقع ایده های مسخره باعث پیشرفت میشن روی این حساب اگه حرف های من برای بعضی از شماها توهین آمیز بود معنیش این نیست که خواستم به شخص شما توهین کنم بعضی از ایده های شما ممکنه که به نظرم مسخره باشن و اصلا همچنین ایده های من آزار نمیدن. در واقع وقتی ایده های شما در مخالفت با ایده های منه اون وقته که بحث و تبادل نظر شکل میگیره. ولی اونچه که توهین به منه توهین به آزادی شخصی و حقوق برابره و دلیل اینکه در ابتدای جلسه من ناراحت شدم هم همین بود ولی مشکلی که ما اول جلسه داشته الان حل شده و اینکه برگزار کنندگان این جلسه موافقت کردند که این اتاق رو در قرن 21 جدا نکنند یه گام رو به جلوی بزرگه و من بابتش ممنونم

همیشه همه ی ایشون به نظرم دقیقا شبیه به هم بودن و انتظار داشتم که این بار حرفهای جدیدی بزنند. همیشه این طوریه که شما صحبت رو شروع میکنید و من میام جواب شما رو میدم. همیشه هم تا حدی جواب شما رو دادم ولی خیلی سخته که آدم به چرت و پرت جواب بده. در واقع هدف این جلسه جواب دادن به این سوال نیست که آیا خدا وجود داره؟ سوال اینه که اسلام اقلانی تره یا آتئیسم روی تابلو هم یه همچین چیزی نوشته. من واقعا شوکه شدم چون فکر کردم به خودت زحمت اینو ندی که بیای اینجا تظاهر کنی که علم سرت میشه چون سرت نمیشه در این مورد هم میخوام با جزئیات واقعی توضیح بدم هر چیزی که از طرف علم گفتی چرت و پرت بود و با همدیگهم هم حرف میزنیم اوکیه برام جالب بود که تو با اون مدل مزخرفات حرفات رو شروع کردی ما هم از همونجا ادامه میدیم ولی به من اجازه بدید ابتدا از این حقیقت شروع کنم که فرضی که این مناظره مطرح کرده به نوعی مناسب نیست چون عنوان این مناظره دو تا چیز رو پیشنهاد میکنه اول از همه اینکه میخواد بگه اسلام به خصوصه که نیست. اصلا چیز ویژه ای نیست. اسلام یکی از بیش از هزاران دینیه که از آغاز بشر وجود داشته و همشون هم ادعای وحی الهی داشتن. همشون مدعیان که کاملاً حاوی بینهایت دانشند، یگانند، زیبان و غیره. بنابراین نظر من اینه که اسلام فقط یه دین شبیه همه دینهای دیگه است هیچ تفاوتی با اونها نداره مثل ادیانی که با آخناتون و دیگران در مصر شروع شد و میگفتن که جهان آغازی داشته و اصلا چیز خاصی در مورد اسلام وجود نداره موضوع اینه که اسلام یکی از انواع دینهای دیگه است که همشون ادعاهای مشابه دارند، ادعاهایی که در واقع متناقض هستند. پس یکی از چیزهایی که ما میدونیم اینه که همه این هزاران دین دارای ادعاهای متناقض هستند و واسه همین نمیتونن درست باشن. در حقیقت در بهترین حالت فقط یکی از اونها میتونه درست باشه چون اونها در زدیت با همدیگه هم, هم هستند. So that means that, term instead of a posteriori. I've heard you say that. اولا اسلام فقط یک درصد احتمال داره که درست باشه چون یکی از هزاران دینیه که در بهترین حالت فقط یکیشون میتونن درست باشن منتها از اونجایی که همشون ادعاهایی مثل هم دارن احتمالا هیچ کدومشون درست نیستن بنابراین برخورد ویژه با اسلام مناسب نیست. بعد اینطور که ایشون نشون دادن آتئیسم یه سیستم اعتقادیه ولی اینطوری نیست. آتئیسم یه سیستم اعتقادی شبیه دین اسلام و مسیحیت و افسانه های مربوط به زئوس یا ثور یا هر افسانه دیگه ای که در طول تاریخ بشر ساخته شده نیست. تمام حرف آتئیست ها اینه که ما انتخاب نمی کنیم که این چیزها رو باور کنیم. چون این ادعاها عقلانی نیستند یعنی آتئیست ها نمیان بگن ما به فلان چیز اعتقاد داریم یا به فیسار چیز اعتقاد داریم اونا میگن این افسانه با اون یکی افسانه در تناقض و تضاده یا میگن فلان افسانه با اون چه که ما در دنیای واقعی میدونیم تناقض داره واسه همین احتمالاً این افسانه حقیقت رو نمیگه یعنی اتئیسم فقط اون چیزهایی رو که به نظر درست نمیاد رد میکنه دنبال باورمندی به هیچ چیز نیست یه جور اعتقاد نیست برای همینه که مقایسه کردن اسلام با اتئیسم غلطه چون مقایسه کردن این دو با هم به این معنیه که اسلام یه دین به خصوصه و با بقیه ادیان تفاوت داره در حالی که اصلا به خصوص نیست همونطور که الان وجود داره قرار یه روزی هم مثل همه ادیان دیگه به فراموشی سپرده بشه همونطور که قبلا این اتفاق برای ادیان دیگه هم افتاده قرار آدم ها دین های جدید بیارن یعنی قرار همون اتفاقی برای اسلام بیفته که تا حالا در مورد همه دین های دیگه هم افتاده بود و آتئیسم یه جور دین نیست آتئیسم رو میشه عقل سلیم یا قضاوت صحیح تعریف کرد در آتئیسم چیزایی که اقلانیه ممکنه حقیقت داشته باشن و اون چیزایی که اقلانی به نظر نمیرسند احتمال رخ دادنشون نیست چیزایی که اقلانیه ممکنه حقیقت داشته باشند و اون چیزایی که اقلانی به نظر نمی رسند احتمال رخ دادنشون نیست. در واقع علم هم یه همچین عمل کردی داره. بر این اساس اسلام هیچ چیز به خصوصی نداره و مطمئنا به خصوص نیست. ولی چیز دیگه ای که باید بهش اشاره کنم اینه که من معلم و آموزش دهندم. این اگه عیب هم باشه به هر حال همینه که هست. منظورم اینه که تلاش من در این جهته که جزئیات ایده ها رو روشن و واضح کنم و به سمت بحث و تبادل نظر و تفکر انتقادی و سپس یادگیری و بیشتر شدن دانش هدایت کنم. ولی کار مناظره این نیست. مناظره ها ابزارهایی برای لفاظی و روشن کردن جزئیات هستند. و به کار کسانی میان که بخوان برن اجرایی داشته باشن و اظهاراتی رو بیان کنند و دیگران رو به چالش بکشن و سعی کنن تماشاگران و مخاطبان رو به یه چیزهای قانع کنند. مناظره تعلیم و تربیت نیست بنابراین من کمی در مورد بعضی از اینایی که شما گفتین صحبت می کنم بعد میرم سراغ تبادل نظر من از این 25 دقیقه که در اختیارم هست برای یه صحبت کوچیک استفاده می کنم همونطور که زمان گذاشتم و صحبت های متعصبانه و قلم به سلم رو شنیدم بعدش هم یه سری سوال میخوام بپرسم چون واقعا دوست دارم که یه چیزایی رو یاد بگیرم و امیدوارم که در این مسیر برای هر دوتای ما آموزش و یادگیری های هم حاصل بشه. اولین چیزی که میخوام بگم و موضوعی که میخوام روشن کنم اینه که این ایده استدلال قیاسی که به نظر خیلی خوب میاد روشی نیست که ما باهاش در مورد واقعیات یاد میگیریم راحتتون کنم استدلال های قیاسی همیشه کار نمی استدلال‌های استدلال های قیاسی منجر به عملکردهای غیر منطقی و بیدلیل هم می‌شوند. اگه سوال این باشه که عقل سلیم یا به عبارتی قضاوت منطقی چیه؟ باید گفت اینجوریه که ما میایم باورهامون رو با شواهد و واقعیات مطابقت میدیم تا اقدامات عقلانی و منطقی انجام بدیم. اگه بیایید واقعیت رو وادار کنید که باورهای شما رو تایید کنه، اون وقت شما عمل کردی غیر عقلانی و غیر منطقی خواهید داشت. یعنی به نتیجه گیری های خواهید رسید که بر اساس باورهای شما هستند باورهایی که از اول داشتید ولی این مشکل ایجاد میکنه مثلا باور اولیه شما میتونه این باشه که اگه شما الله رو عبادت کنید میتونید برید طبقه چهارم و از پنجره بپرید پایین و امن و امان هم به زمین برسید اوکی okay. این میتونه یه باور اولیه باشه در واقع میتونه استنتاج شما این باشه که بر اساس اعتقاداتی که دارید و شواهدی که فکر میکنید دارید شما آدم خوبی هستید بنابراین خدا مراقبتونه و حالا هر چیزی که خودتون دوست دارید اسمش رو بذارید بنابراین خدا نمیذاره که اتفاق بدی براتون بیفته و میپرید از اون طرف من میرم از آسانسور استفاده میکنم و در نهایت تنها یکی از ما قادر به راه رفتن خواهیم بود اینکه ما باور داشته باشیم خدا ما رو دوست داره و خدا از ما مراقبت میکنه پس اگه خودمون رو از طبقه چهارم پرت کنیم پایین خدا نمیذاره که بلایی سرمون بیاد درسته که یه استدلال قیاسیه ولی نمیشه با یه همچین استدلالی جهان رو بهتر درک کرد فقط با شواهد و مدارک تجربی میشه روابط و قواعد جهان رو بهتر شناخت. بنابراین وقتی که شما میایید میگید فلان چیز از نظر شما عقلانی و منطقی نیست یعنی فرض شما بر اینه که شما از قبل میدونید که چه چیزایی معقولند منتها ما که از اول نمیدونیم چه چیزی منطقی و معقوله و چی نیست ما باید در دنیای اطرافمون کنجکاوی و بررسی کنیم تا اینو بفهمیم اقلانیت ما از این حقیقت میاد که انسان اولیه در صحرای ساوانا در آفریقا دوچار تغییر و دگرگشت شد تا بتونه از شیرهای وحشی صحرای ساوانا دوری کنه این تغییرات و دگرگشت به عنوان مثال در جهت درک مکانیک کوانتوم که صورت نگرفت همونطور که قبلا گفتم حس اقلانیت از اونجا میاد که شما با در نظر گرفتن اتفاقات تکراری گذشته قضاوت میکنید که در صورت تکرار اتفاق چه خواهد شد ما اگه بخوایم تنها بر اساس استدلال های قیاسی قضاوت کنیم واقعیات جهان رو درک نخواهیم کرد هیچ وقت اتفاق نیفتاده که یه نفر در آن واحد در دو مکان باشه ما میدونیم که یه همچین چیزی عقلانی نیست اما بعد میبینیم که یه الکترون میتونه در آن واحد در دو مکان مختلف باشه و این واقعیت اینکه الکترون بتونه در یه لحظه در چند جا باشه برای ما منطقی نیست چون ما برای دونستن این واقعیت که تغییر و دگرگشت پیدا نکردیم ما در این مورد یاد گرفتیم ما به حس اقلانیت خودمون فشار آوردیم و تغییراتی در اون ایجاد کردیم که بهش میگن یادگیری بعضی از مردم ترجیح میدن که برن کتاب های باستانی بخونن تا اینکه به خودشون زحمت یاد گرفتن رو بدن و ایشون یه مثال و شاهد خوبی از این موضوعه به عنوان مثال وقتی که ما میگیم یه چیزی درکش برای ما مشکله دقیقا منظورمون اینه که نمیتونیم درکش کنیم ولی چیز خیلی خوبی که در مورد دنیا وجود داره و دلیل به علم پرداختن من هم هست اینه که تخیل جهان از تخیل ماها خیلی بزرگتره در واقع در آسمان و زمین چیزهای بیشتری نسبت به اونچه که در فلسفه های شما هست وجود داره و این یه واقعیت فوقلاده در مورد جهانه چیزهایی که قابل درک نیستند دائما دارن رخ میدن و باعث گسترش و بزرگ شدن ذهن ما میشن و همین بزرگ شدن ذهن و منطق ماست که باعث میشه مقایسه های بهتری بین باورهامون و مدارک و شواهدی که جهان به ما نشون میده داشته باشیم و این اقلانیته و اونچه که تو بهش گفتی آتئیسم همینه. یا ای میگه من میخوام شواهد و مدارکی که واقعیات دارن نشونم میدن رو قبول کنم. و اگه یه چیزی دیدم که به نظرم میامد با شواهد و مدارک واقعیات در تزادن یا غیر منطقیان، باید اونو زیر سوال ببرم. حالا ایده های زیادی هست که آقای تورتیست شور... سورشش. سورشش؟ ها... جورجس, جورجس. Zorzis, I've been destined Istanbul and I'm trying to learn Turkish, but Zorzis, Mr. Zorzis. Um, <laughs> it's, it's okay. Do you speak ancient Arabic, by the way? I could read and do a bit of grammar. Yeah. Uh, a bit of grammar, you don't speak it then? No, no. So your presumption that it's beautiful ancient Arabic is just a presumption. You actually don't know what you're talking about. No, okay, Okay. I just wanted to ask that question because I can't, don't, don't speak Turkish. I wanted to see if you spoke ancient Arabic. General. Well, I just want to ask, do you speak ancient Arabic? Yes, I do. Fluently? No, but I do speak it. Uh, okay, but not fluently. KFAHAD. <laughs> well, you know what? There's a real language that you don't speak, it's called the language of mathematics. میدونی چیه؟ یه زبان واقعی هست که تو توش استاد نیستی. بهش میگن زبان ریاضی. ولی بازم در موردش صحبت کردیم. اجازه بده در مورد یه چیزی که شما غیر منطقی و چرت و پرت ازش یاد کردید و بهش میگن بی نهایت صحبت کنم. I know. I'm asking you a question. No, I want to have a chat. <laughs> well you've demonstrated that, but let's let it so you ever heard of pi? Yes, I have, yeah. Oh, do you know what it is? How many how many decimals does it have? Uh, I don't remember. An infinite number? Yes, yes. Okay. So the physical distance of the ratio of a, of a diameter of a circle to its circumference is an infinite number. Yes. What do you know? Now when we talk about now what's amazing to me is you quoted Aristotle as the basis of science. جالب اینجاست که تو یه جوری از عرستو صحبت کردی که انگار پایه و اساس علم اونه. عرستو کسی بود که به ما گفت اجسام بر اساس وزنشون سقوط میکنن ولی این استنباط عرستو بر اساس هیچ آزمایشی که انجام داده بود نبود. استنباطش بر اساس چیزی بود که میخواست. کسی که اون آزمایش رو انجام داد گالیله بود. بذار اون آزمایش رو الان جلوی تو انجام بدیم. Aristotle would tell me which would fall first. Will you tell me which would fall first? Guess. Okay. If you don't know. Um, the book. Okay. Look, you were right. Great. Okay. Good. Why? Because there's um, resistance. Resistance to what? To the paper, right? Okay. Exactly. Aristotle didn't know that. Yes, he didn't. Okay. ارستالو همیشه okay, ادعای دیگه هم داشت و می گفت بینهایت غیر ممکنه چون فکر می کرد فاصله بین من و شما می تونه نصف بشه یک چهارم بشه یک هشتم یک شونزهم و به همین ترتیب کوچکتر و کوچکتر بشه بنابراین از نظر او بینهایت ممکن نبود اون چیزی که ارستالو نمی دونست و تو هم نمی دونی جمع مجموعه های بینهایته یک به اضافه یک دوم به اضافه یک چهارم به اضافه یک هشتم به اضافه یک چونزه میشه دو. بنابراین این, این مدل صحبت ها که بینهایت ممکن نیست از لحاظ ریاضیاتی غلطه و منطقی نیست بینهایت نهایت رخ میده این درسته که من توی کتابم گفتم که چگالی بینهایت یا انرژی بینهایت مفهومیه که به نظر میاد با مدارک و شواهد فیزیک در تناقضه ولی من نگفتم که همه بی نهایت ها غیر ممکن هستن در واقع فضا میتونه بی نهایت بزرگ باشه ما یه فرضیه ای نداریم که بگه فضا نمی تو بی نهایت بزرگ باشه اونچه که الان ما از فیزیک میدونیم اینه که احتمالا جهان بی نهایت نیست ولی هیچ قانون فیزیکی هم نیست که به ما بگه که فضا نمیتونه بی نهایت باشه پس اینکه تو اومدی به این نتیجه رسیدی که بی نهایت وجود نداره چون دوست نداشتی که وجود داشته باشه منطقی نیست و جهان اینطوری کار نمیکنه چون همیشه داره بی رخ میده تو چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد فقط همین نیست اینکه بینهایت وجود داشته باشه باعث نمیشه که هیچ چیز منطقی غیر منطقی بشه ریاضیدان ها خوب میدونن که چطور از این بینهایت ها باید استفاده کنند ما میتونیم بینهایت ها رو با هم جمع کنیم یا به مجموعه های بینهایت عدد اضافه کنیم به عنوان مثال جمع اعداد مجموعه یک به اضافه دو به اضافه سه به اضافه چهار به اضافه 5 به اضافه 6 به اضافه هفت تا بینهایت در واقع میتونه یه عدد متناهی و, و غیر بینهایت باشه اگه دوست داری بدونی جوابش چی میشه بهت میگم میشه منفی یک دوازدهم ممکنه به نظرت منطقی نیاد ممکنه به نظر تو قابل درک و قابل فهم نباشه که مجموعه مجموعه اعداد مثبت که تک تکشون از یک دوازدهم بزرگترن میشه منفی یک دوازدهم ولی حقیقت اینه که قابل درک نبودن اینها برای تو تنها نشون دهنده نادونی توه خب حالا این حرفی که میزنی و میگی تیغ اوکام و فلان اولا تیغ اوکام یه اصل علمی نیست یه ایده خوبه که میگه شما باید سعی کنید از بین جوابهایی که به یک سوال داده میشه ساده ترین رو انتخاب کنید فیزیکدانها هم سعی میکنن ازش استفاده کنن متها گاهی وقتا ساده ترین جواب کار نمیکنه برای مثال در ژنتیک میتونه برای هر دلیلی بیشتر از یک علت وجود داشته باشه آره خب اگه دلیل همه بیماری ها یه دونه ژن بود خوب بود ولی یکی از دلایلی که تحقیقات ژنتیکی خیلی سخته اینه که ما فهمیدیم مجموعه ای از ارتباطات مختلف ژنهای مختلف هستن که میتونن علت یه بیماری باشن یا گاهی دلایل مختلف و متفاوت با همی ممکنه که منجر به بیشتر بیماری ها شده باشن خیلی از بیماری ها هستن که همشون میتونن یه دونه علت داشته باشن و خیلی از علت ها همگی منجر به یه بیماری میشن ولی در واقع میدونی چی از شماره یک ساده تره؟ شماره صفر صفر عدد خیلی ساده تریه و هیچ دلیلی هم نداره. اوکی؟ پس اگه تو واقعا میخوای در مورد تیغ اوکام صحبت کنی و به اون بپردازی باید بدونی که گاهی ساده ترین جواب صفره و بعضی چیزا به هیچ دلیلی نیاز ندارن حالا تو از عبارت علت و معلولی هم استفاده کردی علت و معلولی یه قضیهیه که من میفهممش ولی تو توضیحش ندادی میخوای توضیحش بدی؟ Do you want to define it? I may do. Well, why don't you do it now? I don't want to give you that favor. Well, oh, I thought we were going to have a chat. Yeah, but I want to have a chat, not a chat. So it's less rhetoric, more connection. No, no, let's have a chat. <laughs> no, I, I think when we talk about rhetoric, we're talking about the lecture you just gave. I want to have a chat. I'm asking you a question. Do you know what cazaldi means? You use the term. Yes. Okay. Well, I mean, I, if you use a term, you should know what it means. Yes. I, okay. I have but my definition. I have my definition okay okay, well i'll, I'll define and that's, and that's you know cause precedes effects does that sound good no that's the wrong definition okay well, well one, i'd like to learn what it is well for example yeah, there's an interesting book about the quantum physics and causality mm -hmm. and the philosophers and philosophers science and scientists have disagreed on a specific definition so they've re reduced back to a fundamental definition no. let me, let me, let me, do you want to have a chat yeah, or okay, a chat good. You, you quoted a book on physics. Yeah, no, I haven't finished yet. Physicists don't disagree about the definition of causality. Have you presumed your results here? Do you no. really want to connect with me as a no. human being? No, no. But, but I, give you, you've asked me a question. You're okay. answering it for me. You're I mean, good. come on. You quoted physicists. Come on. You, you, let me. I said scientists. Okay. Now, which is the same. I agree. Now. So my I do it. با اطلاعات محدود من و البته که من قبول دارم اطلاعاتم محدوده خلاصه توافق بر سر اینه که علت چیزیه که اثر یا تغییری رو ایجاد میکنه که شامل یه چیزی به نام علیت خود به خودی نامتقارن هم میشه این شرایطیه که در اون علت قبل از اثر یا تغییر وجود داره ولی زمان قبل از اون وجود نداره قبل اللی یعنی یه مثال کانتی که در این مورد وجود داره اینه که مثلا شما یه توپ بینهایت روی یه بالش بینهایت دارید اینجا هیچ زمانی وجود نداره در چنین شرایطی نمیشه گفت که اون فرو رفتگی ایجاد شده بر روی بالش به دلیل اون توپ ایجاد شده بنابراین شما در چنین شرایطی با وابستگی علت و معلول مواجه هستید ولی زمان در اینجا نقشی نداره

Yeah. Well, as an example of a physical example, which you said doesn't exist if it's infinite, but, but it doesn't matter what's infinite. A pillow here, a finite pillow and a finite ball. Yes. yes. Okay. There's an indent. Of course, there is. Yeah. Okay. Was the ball? Was it? Was the ball there or not? Well, my example wasn't based on finitude. It was based that they're both infinite. Well, the, but, the, but if but if the ball isn't on the pillow, it doesn't create an indent, right? Yeah. Of course. Yeah. Okay. So it had to be. So was it put on the pillow or not? Well, that's irrelevant. You're damning oh, the example. Oh, no, that's then a. Then it's so a logical fallacy. no, no, get no. get the point. No. I mean, i'm the trying point to is say that the physical causes have physical effects. so either the ball is on the pillow or not. now, the point about causality is that, <laughs> that, that the interesting aspect of it is, is that it's an interesting physical question. but what if there's no before? let's take, you know, you, talk, you, you talked about the cosmology. so let's take general relativity, whose equations I, I, i'm sure you don't know. And and, I and said I don't know anything. The oh, we talked, you, you made it very clear that the beginning of the universe is very important. You deduced it, but in fact, deduction doesn't matter. The point is, the universe, our visible universe, did have a beginning because we can measure it. نکته اینه که دنیای قابل دید ما آغاز داشته چون ما میتونیم اندازگیری های مربوط به اون رو در بیاریم ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم چه از نظر ما اقلانی باشه چه نباشه دنیا آغاز داشته این تغییر این معلول هیچ چون و چرایی هم نداره دنیای ما آغاز داشته اگرچه قوانین فیزیک به ما میگن اگه سرنخ رخدادهای جهان رو بگیریم و به سمت عقب و به آغاز جهان بریم میبینیم که قبل از زمان صفر زمان وجود نداشته بنابراین اگه شما میخواید شرایطی رو در نظر بگیرید که زمان اصلا وجود نداره مفهومی به نام علت و معلولی هم اصلا منطقی و عقلانی نخواهد بود در علم ما باید متوجه باشیم که گاهی مفهوم اقلانیت یا عقل سلیم ما باید دور انداخته بشه وقتی که ما با تغییر یا یه معلولی مواجه میشیم باید بدونیم که پشتش علتی هست ولی در آغاز زمان شاید خود زمان هم همون موقع به وجود اومده باشه در اون صورت اون سوال تبدیل میشه به سوالی بعد فیلسوفا میتونن در این مورد با هم دیگه بحث و تبادل نظر کنند. آدم ها میتونن از این جور مثال ها نوت بردارن ولی حرفای اونها میتونه در برگیرنده واقعیات نباشه حالا چیز دیگه ای که میخوام در موردش صحبت کنم این موضوعه که شما اشاره کردید که ادبیات قرآن متفاوت از بقیه متون ادبی و استدلال هایی رو هم مطرح کردید که میتونم بفهمم در واقع دیروز کاری کردم چون دیدم گیزیلیون ها بار در این مورد صحبت کردید اومدم یه عالم کلمات عربی رو وارد کامپیوتر کردم و ازش خواستم که یه سری جملات تصادفی تولید کنه. اون در یازده ممیز شش ثانیه تونست دو تا از جمله هایی رو بسازه که توی قرآن هست. کامپیوتر من نه عربی حرف میزنه نه عربه ولی تونست اون جملات الهی و فوقلاده رو تولید کنه البته یه سوال دیگه ای که از اقلانیتمون میتونم داشته باشم اینه که چرا خدا زبان عربی رو انتخاب کرده چرا زبان آرامی، زبان یونانی منظورم اینه که اون انگلیسی صحبت نمیکنه؟ آمریکایی‌ها که فکر میکنن انگلیسی بلده چون دین مورمون رو اختراع کردن چیزی که میخوام بگم اینه که منطقیه که در مورد جزئیات توی قرآن صحبت نکنیم من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم چون هرچی اونجا ادعا کرده شبیه بقیه ادعاهاییه که در کتابهای آسمانی دیگه هم هست و از لحاظ اقلانی همشون یه چیز میگن و همشون به اندازه همدیگه مسخرن بذارید از یکی از مثال‌های استفاده کنم که دوست مرحومم کریستوفر هیچز ازش استفاده می آیا این اقلانیه که ما فرضمون این باشه که از قبل از 250 هزار سال تا یک میلیون سال پیش که گونه انسانی ما فرگشت پیدا کرده یه خدایی وجود داشته که جهان رو خلق کرده و چهار میلیارد و 500 میلیون سال وقت سر این گذاشته که زندگی بر روی زمین دگرگشت پیدا کنه و هوموسیپینز ها فرگشت پیدا کنند و تمام این مدت دیویست هزار سال فرگشتشون انسان ها داشتن با بدترین شرایط زندگی میکردند. یهو خیلی ناگهانی وسط اون صحرا توی یه قاری که هیچکس کس نمیتونسته توش ببینه خدا به یه چوپان فقیر و بی سواد میگه میخوام حقیقت رو بهت بگم فقط هم این نیست میخوام بهت اجازه بدم که انسانیت رو نجات بدی و در واقع اگه مردم باورت نکنند برای ابد به جهنم خواهند رفت و ما میتونیم در مورد شکنجه هایی که قراره بشن کلی با هم حرف بزنیم و کلی حال کنیم حالا سوال اینه که پس اون انسان های دیگه ای که در طول اون 250 هزار سال فرگشته هوموسیپینز ها قبل از اینکه محمد به رسالت برسه داشتن روی زمین زندگی میکردن چی؟ آدم واقعی که داشتن برای بقا دست و پا میزدن اونها در اون همه سال قبل از اینکه خدا تصمیم بگیره بیاد با پیامبرش حرف بزنه تکلیفشون چی بوده؟ چرا یه خدای عاقل و منطقی باید اون همه صبر کنه و البته یکی از سوالاتی که همیشه پیش میاد اینه که چرا همیشه تنها زمانهایی به یه سری از آدمها وحی میشه که کسی اونها رو نمیبینه اگه شما میخواهید قضاوت صحیح داشته باشید باید از خودتون بپرسید چرا حداقل یه بار خدا از اون بالا نمیاد پایین و با همه صحبت نمیکنه تا همه بتونن صداش رو بشنون چرا همیشه توی جای خصوصی و به شکل پنهانی با آدم ها یواشکی صحبت میکنه؟ از اون طرف حالا چرا من باید وحی شدن به محمد رو بیشتر از وحی که دیگران ادعا میکنن دریافت کردن باور کنم؟ در واقع یه زنی توی آمریکا هست که ادعا میکنه که خدا بهش وحی کرده. خدا باهاش صحبت کرده و ازش خواسته که چهار تا بچه شو توی وان هموم غرق کنه اون خانم هم کاری رو که خدا ازش خواسته انجام داده چون خدا ازش خواسته اون صدای خدا رو شنیده بهش وحی شده کلمات رو با هماهنگی و هارمونی شگفتانگیز و زیبایی که هیچ وقت تا حالا تجربه نکرده بود شنیده بنابراین چهار تا بچه شو با دست خودش غرق کرده الانم توی بیمارستان روانی بستریه هیچ سند و مدرکی وجود نداره هیچ آدم عاقلی باور نمیکنه که خدا به اون زن گفته باشه که چهار تا بچهش رو غرق کنه حالا سوالی که من میخوام ازت بپرسم اینه که آیا تو قبول داری که باید قوانین اسلام و شریعت الله در جامعه پیاده بشه؟ oh, it Do you think, for example, that blasphemers should be punished? Blasphemers meaning? Maybe if I say, let's, let's just say, and forgive me. Let's just say I say that someone who married a nine-year-old girl is a, is a pedophile. Yeah. And maybe that person is a prophet. Is that a blasphemer? Should that be, is that worth being punished for? Well, I think you should be educated, first and foremost. No, no. Maybe I'm not saying it happened. But let's say I said that. I made that claim. Should I be punished? in a court of law with justice, there will be a form of punishment, yes. Okay, so if I, what about if I questioned, openly questioned, the existence of God? And in fact, said openly and preached in a, in a room that there's no God. Is we, that worth punishment? This is foot in our history. We don't have a problem of intellectual debate and dialogue. Okay. I even mentioned the 8th century Dahriyah. So, so if I say that Allah is not God, but Thor is God, and people should worship thor and i go and th that it's not blasphemous well it's wrong and it's, and it's okay. childish but okay. i will have a discussion but, but it's blasphemous to suggest is it blasphemous to suggest that muhammad isn't a prophet well from an islamic perspective but you have to understand the difference between public intellectual discourse okay. so, and great. being deliberately okay. rude okay well that's but we're we'll all great. Fall for intellectual discourse oh. as per <laughs> this big debate oh. Oh, but you say i should be punished if i suggest muhammad was a child molester that's no no question. no i wasn't saying that. Well, you say that what i'm saying is in an islamic law for instance if you were to speak about something like this and you would be taken to a court under certain conditions then i would be punished there may be a punishment but generally speaking it would be more edifying and educational but should than, there be punishment I, so i'm asking you should there be oh you're asking me, you're asking me if there yeah. should be punishment i think we should follow god's law of course so there should be a punishment I مرد کاهی یا مغلطه یه پنبه به وقتی میگن که یه نفر میاد از ایده نظر و استدلال شما یه ایده نظر و یه استدلال اقراق شده و عجیب غریب میسازه و از همون اقراق استفاده میکنه تا استدلال اولیه شما رو رد کنه. So, no, no, so no, no, no. There's a difference. Don't straw man okay, my position. Okay, let me take a more clear. You straw manning say my position. Say positions. you're a homosexual man. Yes. And you have sex with another homosexual man. Is that, should that be subject to punishment? In the private home, it's outside of the Sharia law. If they did it in public, which doesn't even happen where you're from, mm -hmm. then there's a different story. What would the <laughs> <laughs> Where am I from? Where am I from? Well, you are from the United States of America. Oh, I see. And, and that's uh, and so it doesn't even happen in, in where I'm from. Now that's, that's rude. But in any case, um, how's that rude? Does in, I thought you were an empiricist. It does happen where I'm All from. the stats. So two people in know. Arizona are out in the desert having sex because they really get turned on, yes. and they're both men, yes. and they have sex together. Yes. Okay. Is that punishable? If there's no one in the desert, no, it's not is homosexuality okay let me ask you another question is homosexuality wrong in the islamic tradition it's a sin okay now here's, a, here's an idea of why common sense should tell you that islam like many other religions is not common sense چون همجنسگرایی یه رفتار کاملا نرماله همجنسگرایی در همه گونه های حیوانی تقریبا رفتار جنسی نرمالیه نرخ رخ دادنش هم تقریبا ده درصده اوکی در حقیقت همجنسگرایی دلایل فرگشتی خوبی هم داره چرا باید یه خدا یه چیزی رو گناه در نظر بگیره که در بین همه گونه های حیوانی داره به صورت نرمال رخ میده مثلا ده درصد گوسفندها روابط طولانی مدت همجنسگرایی برقرار میکنند چرا باید خدایی که همجنسگرایی رو گناه میدونه گوسفندی خلق کنه که چنین کاری میکنه و روح نداره و نمیتونه سرنوشت خودش رو تعیین کنه این از اون مزخرفاتیه که ما باید در موردشون سوال بپرسیم و تنها راهی که میتونیم مزخرفات رو تشخیص بدیم اینه که به دنیای اطرافمون نگاه کنیم نه اینکه سعی کنیم خودمون از دنیا برداشت و استنباط ذهنی کنیم یا بریم به حرف انسانهای نادانی گوش کنیم که در عصر آهن تنها چوپانهایی بودن که حتی نمیدونستن زمین داره دور خورشید میچرخه حکمت و یادگیری از مشاهده دنیای اطراف به دست میاد و ما نباید برای به دست آوردن حکمت و اقلانیت به حرف کسانی گوش کنیم که حتی نمیفهمند سازوکار دنیا به چه شکلیه خیلی ممنون مرسی از پروفسور کراوس به خاطر ارائه دیدگاه جهانی خدا ناباوری البته بیشتر شبیه گفتگو دو نفره بود من گاهی فکر میکردم که آیا باید بپرم وسط و حرفاتون رو قطع کنم یا نه به هر حال مطمئنم که افلاتون و عرسطو هم به همین شکل عمل میکردن حالا ما باید برگردیم به برنامه رزی که داشتیم آقای همزه، الان شما حدوداً ده دقیقه فرصت دارید که در مورد یه سری از مسائل پرحرف و حدیثی که پروفسور مطرح کردن صحبت کنید و در صورت ممکن بعد از ده دقیقه صحبتتون رو به پایان برسونید و برگردید. Thank you very much, Professor Audience, first and foremost, خیلی ممنون از پروفسور کراوس و تماشاگران به نظر من بیشترین کاری که دکتر کراوس کرد رید هرینگ بود یعنی یه چیزی تو مایه های پی نخود سیاه فرستادن رد هرینگ یه ماهی خیلی بوداره که شما در مسیر یه سگی که داره میدوه میکشید. دلیل این که میگم ایشون یه همچین کاری کرد اینه که ایشون گفتن من در مورد علم صحبت کردم در صورتی که من علل خصوص تاکید کردم که ایشون بیشتر از من میدونه من به هیچ وجه نگفتم که نکته کلیدی استدلالهای های من متناهی بودن جهانه و ایشون سعی کرد چیزهایی رو تصحیح کنه که من اصلا بهشون اشاره نکرده بودم این کاری که تو کردی نه لفاظی بود نه استدلال اقلانی بلکه سفسته بود روکو پوسکنده بگم کار شما لفاظی با مزخرفات بود و من اینو نمیگم که به ایشون بیادبی کنم ولی ایشون همیشه به همین روش پروفسور کراوسیانی عمل میکنه روش ایشون اینه که از اول که حرفاشو شروع میکنه تماشاگرا رو به خنده میندازه از همون اول سر و صدا راه میندازه فکر کنید اگه من یه همچین کاری میکردم فرض کنید من برم توی یه سوراخ یهودی و عمومی توی مسکو و بگم من نمیخوام به روش شما عمل کنم ولی میخوام باهات بحث کنم ولی نمیخوام چیزها رو به روش شما انجام بدم آیا این بردباریه تو اینجوری با آدم های دیگه ارتباط برقرار میکنی؟ اون میخواد در مورد فرهنگ ما بدونه ولی نمیخواد از ما بپرسه که چرا این فرهنگ رو داریم و درست مثل مترسک با صحبت در مورد عدالت و حقوق برابر ما رو فریب میده the تو یه مرد تحصیل کرده ای ولی اونچه که در مورد اسلام میدونی رو میری از روایت های فاکس نیوز برمیداری الان همه اونها رو افشا میکنم حالا اولین نکته ای که میخوام بهش اشاره کنم تو از عبارت پیشینی یا اولیه بیش از سه بار استفاده کردی و تفکر استنتاجی و قیاسی رو رد کردی یعنی اون برداشت های پیشینی و اولیه استنتاجی نیستن؟ آقا شما نمیتونید هم کیک بخورید هم کیک نخورید این اولین نکته بود دومین نکته ای که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که در واقع لازم دارم آروم باشم دومین نکته ای که باید بگم اینه که ما نمیتونیم استدلال های قیاسی و استنتاجی رو رد کنیم معلومه که نمیتونیم آقا شما میدونید که متد های استنتاجی و روش های علمی از کجا میان؟ در واقع من در مورد یه ریاضیدان معروف عرب به نام ابن هیسم و کتابهاش مثل اپتیکس یا نوشته های دیوید لیمبرگ و تاریخی از نویسندگان فلسفه و علم صحبت میکنم اینا عقاید اسلامی داشتند. این استدلال ها از اسلام اومدن Why? Because Islam doesn't reject No, they came the from the Arab world. They didn't come from Islam. Well, let me give you the link. Let yeah, me give you the link. Okay. Okay. okay? Have you not seen empiricism, the creative thing like a camel, and how it was formed, how it was created? This was the basis and this was the poetic justification for the entire scientific method. As Muslims, we go where the science takes us. But we're not stupid. استدلال های قیاسی استدلال هایی که لازمند حقیقت داشته باشند. اگه تو میخوای در مورد استدلال های من بحث کنی باید اون گزاره ها و اون اطلاعات اولیهی که منجر به این استدلال شده رو هم زیر سوال ببری ولی این کارو نکردی فقط اومدی در مورد بینهایت و دایره و محیط دایره حرف زدی میدونستم که این کارو میکنی چون همش ریاضیات مد نظرته Oh, it's a physical circle. yeah, but let me make a point. Okay. let me make a point. i said the quantifiable infinite, the quantifiable infinite cannot be actualized in the physical world. something that you, you agreed with one second. and i said there's nothing wrong with the qualitative infinite. and qualitative infinites can exist infinitely. for example, mathematicians discuss. yes, so where's the infinite there? you think this is a length? a length is a physical quantity. That is, it's that is the physical quantity. That is, yeah. Okay, the length of this and the length of that, okay, the ratio of those two lengths is an infinite number. Yes, of course it is. Okay. But, but what is that length? What is that length? One. This is a length one. is one crowd. Okay, can you. Can, one second. Can you measure, wait, can you measure the straight line and can you measure the circumference? Yes or no? I can measure it. Well, that's, a quant, that's quantifiable. What yeah. you're talking about is in the realm of mathematical realm of discourse, which has axioms and conventions, which makes sense. I'm not disagreeing with that. I'm agreeing with what you already agreed with in your own book, which, from a quantifiable discrete perspective, you can't have an infinite. That's the point I'm trying oh, to make. Discrete. The discrete but, parts. But who says it has to be discrete? Oh, but that's your presupposition. That's no, your presupposition. Actually, no. And you brought your assumptions, Fox oh. News, by the way, no, 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 and no, no, other no. stuff, <laughs> and you think you've got an answer. No, I, I have time. No. Let me finish this, please. Okay, because we're yeah. going to teach a different calculus. Newton invented a lot of Yeah, time. I know, but okay. calculus is based on axioms and conventions in the mathematical realm of discourse. It describes how things work. Yes. <laughs> let, let me make a point. So, that's the first point. Oh, dear. <laughs> okay, then you spoke about. for example, zero is simple as, an, as as Occam's Again, you've, you've misconstrued Occam's is. شما در مورد اینکه بر اساس تیغ اوکام هم که بخوایم حساب کنیم صفر ساده ترین پاسخه صحبت کردید این نشون میده که شما مفهوم تیغ اوکام رو نمیدونید تیغ اوکام همیشه در مورد ساده ترین پاسخ صحبت نمی کنه بلکه علاوه بر سادگی جواب باید دامنه گسترده تری از موضوع رو توضیح بده و به اندازه کافی جواب قوی باشه صفر در حال حاضر هیچ دامنه و قدرتی در زمینه توضیح آغاز جهان نداره نکته دیگه ای که باید بهش اشاره کنم اینه که شما در مورد جهنم و بیعدالتی و اون همه آدمی که قرار برن جهنم صحبت کردید این هم یه مغلطه ی آدم کاهی دیگه بود شما دارید الهیات اسلامی رو اشتباه نشون میدید ما جدیدترین الهیات رو داریم آقا من فکر میکنم بهترین کاری که شما میتونستید انجام بدید و اگه صادق بودید این بود که می به من میگفتید همزه من اینو نمیفهمم قبلا اینو نخوندم من به خاطر اینکه کریستوفر هیچز یه مرجع برای من و همش ویدیوهای اونو می بینم افکارم رو هم بر اساس اونها ساختم من در مورد این چیزا نمیدونم میشه به من بگی اسلام در مورد این مشکلات چی گفته اینجوری خیلی بهتر بود نبود ولی بازم همون مقالطه آدم کاهی وقتی که حرف سر چیزایی مثل جهنم میشه ما باورمون اینه که خدا هم عادل هم بخشنده و مهربونه اوکی هیچکس با مفهوم مجازات مخالفتی نداره شما مخالف مجازاتید مجازات کسانی هم که در مورد اسلام نشنیدن باید بگم مجموعه بزرگی از متکلمان و الهیدانان همچون تیمیه و الغزالی گفتن یه نوع ای از عدالت در مورد اونها اجرا میشه ممکنه بر اساس یه سری از پیشگویی روز قیامت ازشون امتحان گرفته بشه به اون سادگی که شما فکر کردید نیست نکته بعدی گناه همجنس گرایی بازم هم میگم تو تلاش میکنی حرف بذاری توی دهن من و این کار خوبی نیست you try to put words in my mouth and, 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 that's not nice that's not nice I asked you questions I didn't you did but then you try to answer them for me which is quite interesting now <laughs> ما قبول نداریم که تمایلات همجنسگرایانه نفس گناهه. چیزی که گناهه نمایش دادن اعمال همجنسگرایانه در عمومه چون ما در الهیاتمون باور داریم که ایدئولوژی که به ما داده شده یک پکیج یا یه بسته است همه ما تمایلاتی داریم مثلا بعضیا تمایلات چند همسری دارند، بعضی دیگه ممکنه که تمایلات دیگه ای داشته باشن که از نظر دیگران تمایلاتی منفی یا تابوعه دیگران هم به همین شکل حالا باور ما اینه که این دین یه پکیج یا یه بسته یه که خدا داده ما فیلسوفی داریم که میگه وقتی خدا به شما چنین تمایلاتی میده حالا هر تمایلاتی که میخوان باشن و ما هر تمایلی که میخوایم داشته باشیم ما باید از عقلمون استفاده کنیم و با درک واقعیت الهی به اونچه که خدا از ما میخواد عمل کنیم چون خدا منو بهتر از اونی میشناسه که من خودمو میشناسم خدا میگه اوکی تو این تمایلات رو داری باید این تمایلات رو به این شکل کنترل کنی و بهشون فرم بدی ما چه همجنسگرا باشیم چه دگر جنسگرا، قبول نداریم که باید مثل حیوانات باشیم راستی اینکه به مادرت اوف هم بگی به همون اندازه گناه بزرگیه که همجنسگرایی گناه بزرگیه ما خود اشخاص رو محکوم نمی کنیم ما که نمی گیم من میام می, آم می کشمت. ما درک می کنیم هر انسانی نیازهای روحی داره ولی دیگه نمیخوایم دین خودمون رو بسازیم که ما که نمیخوایم یه دین کراوسیانی بسازیم و هرچی که اون میگه رو گوش کنیم ما میخوایم از واقعیات الهی پیروی کنیم وقتی قوانین الهی میگن همجنسگرایی گناهه یعنی گناهه وقتی میگه مشروب خوردن گناهه یعنی گناهه برای مثال به یه انسان دیگه ضرر رسوندن هم گناهه اینجوری نیست که چون من تمایل دارم به دیگران آزار برسونم و هنرهای رزمی هم بلدم حالا میتونم برم مردم رو اذیت کنم وقتی میگن آزار رسوندن به مردم گناهه، من باید به این نتیجه برسم که خدا اشتباه کرده چون من تمایل دارم. به هر حال، من هنوز نتونستم در پاسخ استدلال هایی که آوردم، یه استدلال منطقی پیدا کنم. Um, there were no No, نکته ای که من سعی دارم بگم اینه ما یه استدلال قیاسی داریم که بر اساس اون دنیا متناهیه یعنی آغاز داره وقتی هم که آغاز داره یعنی برای این آغاز احتمالات منطقی وجود داره لطفاً یکم در مورد احتمالات منطقی فکر کن اگه نکنی دقیقاً شبیه اینه که بیایی خونه ای من قهوه بخوری و در حالی که من با تو صحبت میکنم تو با پنجره صحبت کنی و... من مطمئنم که تو اخلاق و ادب بهتر از این داری من اینو میدونم که شما خیلی مورد احترام هستید و ما از یه طریق متناقضی برات احترام قائلیم نکته ای که میخوام بگم اینه که تنها در صورتی عادلانه است که بگیم شما میخواهید انتخاب کنید که بر اساس روایت های فاکس نیوز از شریعت خدا حقایق رو تغییر بدید آیا شما اصلا تو خونتون کتاب قوانین و شریعت خدا رو دارید <applause> You were telling me, do no, you have a book? To. Okay, do you have a book on Sharia law? No. And you make it's based judgments. And you okay, I have a book on atheism, I think it's based on non R nonsense. Rate. But I give you the intellectual epistemic respect to read your worldview. But you've come here oh, blase. Sorry. You've come here blase almost arrogant. I don't want to judge you. And saying you know, it's all rubbish. I'm not going to take any of his arguments. I know better than you which you said that and I do agree in physics you do. And you've come here Making judgments on Sharia law, you don't even have a book on Sharia law. That's why I ask questions. I repeat. And the point up, is. Up, I'm sorry, that's why I ask questions. I asked you questions so I could learn. I asked what you thought yes. as someone whose opinions I'm supposed to respect. And I wanted to know yes. did, did you think it was wrong? And I wanted to know why. There's no sense why homosexuality is wrong. I wanted to know what common sense tells you that homosexuality is wrong, except some self-proclaimed prophet telling you no. with no evidence. There's a, diff a different point. Okay. <laughs> okay. Let, let, me, let, me, let, me ask, let me ask Professor Cross a question. Why is Why is incest wrong? It's, uh, it's not clear to me that it's wrong. Okay. It's clear to me. It, there's a There's an <laughs> no, no, no. <laughs> No, 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 listen, listen to me. L listen to me. Wait, wait, let, let's, give him, let's okay. give him the respect, please. He's got a justification. You ask me question and if you, a you asked me question, and if you want me to answer, I will. Yeah, of okay. course. Okay. Do it. Okay. okay. نکته اینجاست که رابطه جنسی با مهارم در بیشتر جوامع تبا و اشتباهه و این اشتباه به شکل تجربی هم خودش رو نشون داده. به طور عمومی روابط جنسی با مهارم منجر به نقص ژنتیکی میشه. یعنی اینکه هم جوامع یه همچین روابطی رو دوست ندارن و هم دلیل تجربی و فیزیکی داره. ولی اگه شما از من میپرسید خب این سوال جالبیه اولین رو هم بگم که در ریشه ژنتیکی همه ماها روابط جنسی با مهارم هست یعنی اجداد دور همه جوامع چنین روابطی رو داشتن و تقریبا همه جوامع به این دلیل وجود دارند پس چون جوامع میخواستن وجود داشته باشن چنین کاری رو کردن برابر این اگه از من بپرسید به عنوان مثال آیا رابطه جنسی خواهر و برادری که خیلی عاشق همن و از روش های پیشگیری از بارداری استفاده میکنن و هیچکس هم از رابطه ای اونها صدمه ای نمیبینه اشتباهه میگم خب اگه اونها عاشق همن و به هم اهمیت میدن فقط یک باره رابطهشون هیچ چیز دیگه ای رو خراب نمیکنه باید بهش فکر کنم چون من فکر نمی کنم هیچ جور محکوم کردن مطلقی در این زمینه باشه آیا من پیشنهاد می کنم کسی با مهارم رابطه داشته باشه؟ نه در موردش هم خوشحال نیستم ولی آیا حاضرم به استدلال اونها گوش بدم؟ به نظر من کاملا جالبه که کسی که انتخاب کرده آتئیست باشه میاد فرهنگ دین رو قضاوت میکنه و در بهترین حالت قضاوتهاش نسبی و ذهنیه حالا وقتی که شما از منظر اسلامی و از دیدگاه دینی به تئوری‌های اخلاقی نگاه میکنید چیزی که میبینید اخلاقیات تجربیه. تو همیشه انگشت تو به سمت دیگران میگیری و میگی نه تو اشتباه میکنی تو حرفت اقلانی نیست قوانین شریعت رو به عقب و از این رفتارهای هیجانی و قوی ولی من فکر میکنم ما تنها زمانی میتونیم حس عاطفی قویتر و تری داشته باشیم که به عنوان پایهای برای عرضش های اخلاقی به خدا باور داشته باشیم چون وقتی که شما خدایی ندارید اون تنها مفهوم پایه‌ای که از ذهنیت انسانی فراتر میره رو هم ندارید شما میدونید فشارهای اجتماعی کار نمیکنه ببین در آلمان نازی چه اتفاقاتی افتاد یا مثلا نظریه دگرگشت باعث میشه که همه چی خالی و بدون دوام به نظر بیاد اگه شما به آثار فیلسوف علم مایکل روز نگاه کنید اون میگه این که میگن همونطور که خودت رو دوست داری همسایت رو دوست داشته باش شبیه اینه که همسایت رو فراتر و بالاتر از خودت بدونی ولی اساسا چنین حرفی معنی حقیقی نداره فقط در جهت تولید بقا به کار میاد بنابراین از این دیدگاه شما یه زمینه و پایه هستی شناختی به عنوان ثابت اخلاقی و عینی ندارید. بهترین کاری که شما میکنید و خیلی از آتئیست ها تا حالا کردن این بوده که گفتن We believe in moral realism, which is more truths are just more truths because they are. Well, Islam just is and the, the reason I asked you that question, sir, was to say بنابراین دلیلی که من ازتون اون سوال رو پرسیدم این بود که بگم بر چه اساسی یه دیدگاه اقلانی پا میشه میاد انگشت اتهام میگیره به سمت ادیان و از دید اخلاقی اونها رو زیر سوال میبره مخصوصا امروز که بیشتر تنز بیان شما علیه اسلام بود و جوری صحبت میکردید که انگار دارید اخلاقی صحبت میکنید شما اصلا به مقدمات استدلال من توجه هم نکردید i talked about causality infinity the, con the words that you were throwing out yes and what did you say about causality i said in fact that it's quite likely that beginning of the universe causality isn't a good question but, but if you understood the fact your, pre yeah, your presupposition of causality no it's not my presupposition it is it's time doesn't exist yeah. space doesn't exist okay think about the, the statement something produces an effect mm -hmm. where is time as a definition there it produces no, it could be atemporal. It could be, It could be. a it could be What do you mean atemporal? temporal? You well, explain to me clearly what you mean in a physical way, and okay, okay? don't just give me English oh. language. Give me, give me. a physical example. Okay, let me give you like, like your nothing is a physical example, yeah? yeah. Well, you haven't described what my nothing is yet. You, you you read the preface like a number of people did, but I don't know if you got very far. Actually, book. I read the whole book. I, okay. I liked it. What's my nothing? Your nothing is. What a, is my nothing? Your nothing is quantum. No, it is. No, no space, no time, no laws, no nothing. But that's still a quantum haze. No. no, that is. No, there's no quantum. There's no universe. There's no universe. Nothing. Zero, zip, nada. <laughs> so why did you say in your own book then that we would reduce to yeah. our own quantum haze? Hamza, can I? Yeah. Can I? Well, he took interrupts? a lot of my time. He took a lot of my time. Yeah. Well, but did you, I it's did kind you of my time dissolving my into questions. a discussion. <laughs> so we'll, we'll, we'll continue the discussion. Oh, we would. No, of course. Okay. Yes. Thanks very much, Hamza. Please come and sit down, brother. <laughs> Woo. I didn't want to stop you in mid-flow there, but there, uh, professor. Must, there must be some Greek in Professor Krauss. Yeah. <laughs> Look. Okay. Well. اوکی okay, ما این بحث و مناظره رو ادامه میدیم چون باید ادامه پیدا کنه نکته ای که من دوباره میخوام تکرار کنم اینه سوال اینه که چی اقلانی تره و چیزی اقلانی تره که منجر به تولید عملکردهای های اقلانی بشه و من خیلی متاسفم که شما در مورد صبر و بردباری من اعتراض داشتید این که آدم ها دائما دارن در مورد صبر و طاقت در برابر دینداران صحبت میکنن خیلی منو خسته کرده این از این ور شاکیان که چرا در برابر دینداران صبر و طاقت ندارید و از اون طرف کافران و بدعت گذاران از دهنشون نمیافته من باید اجازه داشته باشم که بتونم هر چقدر که میخوام کفر بگم چون با تمسخر نگاه کردن به ایده های غیر منطقی بخش مهمی از یه بحث و تبادل نظره و گاهی با تمسخر نگاه کردن به یه چیزی باعث روشنتر شدن اون موضوع میشه بعد من میام اینجا و بابت توهین به مقدسات انتقاد میشنوم. من متنفرم که اینو بگم ولی این شاید داره استفاده نادرستی از اسلام میشه ممکنه شیوهی که الان در خیلی از کشورها به اسلام عمل میشه درست نباشه تمام چیزی که من میبینم عدم تساهل و سختگیری و راه نیومدن اسلام با مردمه اسلام کفرگویان و توهین کنندگان به مقدسات رو تحمل نمیکنه هم جنس گرایی رو تحمل نمیکنه عموما تحمل نداره حالا یه چیز دیگه ای که میخوام بگم اینه که قرار سوالمون این باشه که چی اقلانیه چرا ما باید اینطوری فکر کنیم که این خدای ثابت نشده یه چیز واقعیه این خدایی که قرار نه فقط در پایه دین اسلام باشه بلکه خدایان دیگه یا شخصیت های متفاوت هم در ادیان دیگه قرار پایه اون دین ها باشن. منتها خدای اسلام خیلی شبیه خدای مسیحیت و یهودیته. سوال اینه که چرا وقتی ثابت نشده که وجود داره ما باید موجودیتش رو بپذیریم. این یه خدای یکی از صدام حسین هم بدتره. اون به جای اینکه فقط شما رو در طول زندگی شکنجه کنه تا بی نهایت میخواد شکنجتون کنه. برای عبد شکنجه شدن به خاطر عدم باور تازه چگونگی شکنجه ها رو هم توی قرآن توضیح داده و تو هم مثل من اینو میدونی اصلا شما بیایید از خودتون بر اساس اقلانیت سوال کنید فرض کنید اگه شما یه موجود الهی بودید و یک کلونی مورچه هم داشتید که توی خونتون درستش کرده بودید آیا بهتون توهین میشد اگه مورچه ها پنج بار در روز بهتون ادای احترام نمیکردند؟ البته تعدادش پنجاه تا بوده بعد محمد کمش کرده شده سی تا بعد دوباره کمش کرده شده پنجاه تا آیا اگه مرچه ها شما را عبادت نمی کردن و سرشون رو بالا نمی آوردن که شما را نگاه کنن و موجودیت شما رو قبول نمی کردن. اونها رو از بین می بردید؟ نمی دونم. به نظرم این خدا خیلی کوچیک میاد بنابراین ما چرا باید به یه خدای پر از کینه، بیرحم و نامهربون کوچیک، سادومازوخیستی، هم جنس گرا هراس و جنسیت باور داشته باشیم. وجودش هم که ثابت نشده. خب اقلانی نیست و من نمیخوام اینجا دین اسلام رو از بقیه دینها جدا در نظر بگیرم و میدونم که وقتی اسلام رو جدا از بقیه ادیان نمیدونم بعضی ها حس میکنن بهشون توهین شده موضوع اینه که همه اینهایی که در مورد خدای شما گفتم در مورد خدای موسی هم صادقه اگه شما واقعا به حقیقت داشتن این کتاب های آسمانی باور دارید باید بدونید ارزش های اخلاقی عنوان شده در این کتاب ها جای نقد داره اشکال نداره که یه فرشته اومد پایین فرشته ها خیلی کارا میکنن از جمله اینکه میان پایین و محمد رو پیغمبر میکنن و بهش یه چیزایی میگن و تازه تا جایی که من میدونم محمد هم اون چیزا رو نمی نوشته اون مطالبی که در قرآن 20 سال بعد از مرگ محمد نوشته شده اون موقع ها نقل قول ها و صحبت های زیادی از محمد بوده و بعضی از اونها درست بعد از مرگ محمد نوشته شده یه بار اون فرشته ها میان پایین، لوط هم میدونه که اون فرشته ها اومدن پایین، به شکل مرد انسانی هم اومدن. البته در ورژن های بخصوصی از قرآن فکر کنم به چنین چیزی اشاره نشده. ولی به هر حال در یکی از این داستان ها فرشته ها اومدن پایین، بعد چند تا مرد اومدن خواستن به این فرشته ها تجاوز کنند، ولی لوط نذاشت. به جاش بهشون پیشنهاد کرد که بیاید به دختر من تجاوز کنید. چون دخترها بی مصرفن. این چه نوع در سخلاقی ولی ما باید بخوایم که یاد بگیریم. بله بله این داستانی از انجیله. دین پیشینیان من. من دینی ندارم. اون درس های اخلاقی که من اقلانی نمی بینمشون همین جور درسان و شاید تو الان خوشحال باشی که من در مورد داستانی در تورات صحبت کردم و نه قرآن موضوع اینه که حرف من سر تعصباتیه که اسم اخلاق روشون گذاشتن و ایده مجازات ابدی مردم به دلیل انتخاب چیزی که از نظر اونها بعیده اسمش تحمل و مدارا با مردم نیست این ایده که خدا به شیوه زشت و شرورانه مردم رو برای ابد مجازات میکنه نشون دهنده رحمت و مهربانی اون خدا نیست بلکه غیر منطقی و غیر عقلانیه. حالا واسه اینکه بهت بگم توضیح درست و حسابی چیه اجازه بده یکم بهت علم یاد بدم. اگه شما یه زمان ابدی داشته باشید اجازه بدید فرض کنیم زمان در فرای دنیای ما هم وجود داره تا راحت تر بشه توضیح داد ضمنا فرض کنید که دنیا میتونه قوانین دنیا رو خود به خود به وجود بیاره بنابراین در چنین شرایطی قوانین دنیا در یه نقطه به خصوص زمانی به وجود میان و این حقیقت که دنیا در اون نقطه زمانی به وجود اومده هیچ دلیلی نیاز نداره اگه در اون نقطه زمانی به وجود نمی آمد، در یه مقطع زمانی دیگه به وجود می آمد. و فرقی نمیکنه که در این مقطع زمانی یا در یه مقطع زمانی دیگه در هر مقطعی از زمان که دنیا به وجود می آمد آدم هایی می آمدن. می گفتن که اون نقطه به خصوصه موضوع اینه که جهان می تونست در هر جایی و در هر مقطعی از زمان بی نهایتی که ما فرض کردیم به وجود بیاد و هیچ کدوم از اون مقاطع زمانی لزوما نشون دهنده هیچ هدف خاص یا هیچ خصوصیت منحصر به فرد یا هیچ اقلانیتی نباشن که توضیح بده چرا به جای فلان زمان الان جهان به وجود اومد. به هر حال در یه نقطه زمانی باید جهان به وجود می آمد. حالا اگه حرف تو اینه که در طی اون خلقت قوانینی هم خلق شدن که قوانین مکانیک کوانتوم هم جزوشون میشه پس بر اساس قوانین مکانیک کوانتوم کل جهان میتونه از میزان انرژی به وجود بیاد که مساوی با صفره و وقتی که من میگم جهان به وجود بیاد منظورم اینه که قبل از این به وجود اومدن هیچ جهانی وجود نداشته قبلش نه فضایی بوده نه زمانی نه در واقع قوانینی بعد باز تو میای میگی اوکی اگه اون جهان به خودی خود به وجود اومده پس باید در یه مقطع زمانی به وجود اومده باشه و اون مقطع زمانی باید خیلی مهم و منحصر به فرد باشه واقعیت اینه که اگه واقعا زمان فرای جهان هم وجود داشته باشه میتونسته بی نهایت دنیا در مقاطع زمانی مختلف به وجود بیان چون زمانمون بی نهایته چنین احتمالی قطعا وجود داره ما داریم در مورد این جهان حرف میزنیم وقتی قرار باشه قوانین این دنیایی رو بیایم پیش بینی کنیم باید دقیقا مشخصات و ویژگی های همین دنیایی رو پیش بینی کنیم که ما الان داریم توی زندگی می‌کنیم. از جمله ساختار نوسانات تشعشعات ماکروویو پس زمینه کیهانی رو که بعد از در خود فروریختنشون کل کهکشان جهان و همه ستاره ها و سیاره ها و شما و من رو به وجود آوردن ساز و کار جهان رو باید اینجوری تشریح کرد ولی توی کتاب آسمانی تو هیچ توضیح و تشریحی در اون سر به هیچ طریقی وجود نداره بنابراین همین توضیح سازوکار دنیا که میگه دنیا بدون هیچ هدفی بدون هیچ برنامه ای بدون هیچ منطقی از هیچی به وجود اومده یه توضیح دقیق و با جزئیاته ولی بازم سوی تفاهم نشه تمام این توضیحات علمی ارائه شده فقط توضیحاتی ممکن و قابل رخ دادن هستند توضیحات قطعی نیستند ما هنوز تئوری همه چیز رو نداریم منتها اینکه ما میبینیم یه چیزایی وجود دارن که ما درکی ازشون نداریم و نمیفهمیمشون دلیل این میشه که بیایم در مورد اونچه چه که فراجهانیه ادعاهایی کنیم که قابل مشاهده و اندازگیری و قابل تایید شدن یا قابل رد شدن نیستن ما خیلی چیزا رو نمیدونیم واسه همینه که دانشمندا دائما در حال پرداختن به علم هستن همونطور که داروین گفته من تغییر و دگرگشت موجودات زنده رو توضیح میدم منشأ حیات رو توضیح نمیدم ما باید اول منشأ ماده رو بفهمیم تا بتونیم منشأ زندگی رو هم بفهمیم و البته در اون زمان داروین فکر نمیکرد که یه روزی بیاد که ما منشأ ماده رو بفهمیم من امیدوارم که در طول زندگی من و شما ما بتونیم منشأ زندگی رو هم پیدا کنیم برای این کار ما باید بتونیم بفهمیم که چجوری شیمی تبدیل به زیست شناسی میشه ما باید آزمایش کنیم تجربه کنیم و نباید باورمون این باشه که چنین کاری از عهده ما بر نمیاد پیدا کردن منشأ حیات کاملا ممکنه. من اخیرا با یکی در این زمینه بحث داشتم. ایشون میگفتن امکان نداره که ما بتونیم از یه ترکیب شیمیایی غیر زنده، موجودی زنده تولید کنیم. خب این ادعا فقط یه باوره. باوری که شما میتونید داشته باشید. ولی ممکنه که اشتباه باشه. و این بزرگی علم رو نشون میده اگه دوست داشتید اسمش رو بذارید خدا ناباوری ولی در واقع این دیدگاه داشتن اراده برای تغییر باورهاتون رو نشون میده شما قبل از اینکه سوال بپرسید که نباید جواب رو برای خودتون فرض کنید شما نمیتونید به دلیل دیدگاه دینیتون از اساس فکر کنید که حق با شماست فقط به این دلیل که اومدید یک کتاب خاصی رو به روشی که معنی خاصی بده تفسیر کردید و ممکنه یکی دیگه همون کتاب رو طوری تفسیر کنه که یه معنی متفاوتی از توش در بیاره شما باید قبول داشته باشید که تفسیرهای متفاوتی از کتابهای آسمانی از جمله انجیل و قرآن وجود داره و این فرض شما که قبل از اینکه به دنیا نگاه کنید میدونید حقیقت الهی چیه عقلانی نیست من فکر نکنم به وقت بیشتری نیاز داشته باشم من خیلی دلم میخواست که شما سعیتون رو بکنید که حداقل به بعضی از استدلال های من پاسخ بدید. شما در مورد قرآن صحبت کردید ولی اگه به استدلال های من توجه میکردید قرآن میگه یه سوره مانند قرآن بیارید نمیگه دوتا آیه از دو تا سوره مختلف بیارید شما باز هم برای اینکه بگید قرآن معجزه نیست از مغلطه مرد کاهی استفاده کردید ما میتونیم در زمان سال جواب ها در این مورد بیشتر صحبت کنیم ولی من علل خصوص گفتم که قرآن میگه یه سوره مانند اون رو بیارید و راستی من میخوام مدرک شما رو که میگه توی کامپیوترتون همچین آزمایشی کردید و اون نتیجه رو گرفتید ببینم But, but who just decides what's like it? I mean, who is? Do you decide or do I? Okay, is that a different. To question? me, shape is more beautiful than the Quran. That's fine. Okay, but uh, or if, if James if Joyce. Yes. he doesn't use iambic I, I understand, sir. Okay, but what you have to understand, sir, is this: is that I repeated maybe more than once. That it's not based on aesthetic reception and your opinions on beauty. Who's, who's who determined it? Well, is the reality, empirical reality. No, who? I'm going to explain. Let, let me explain what the argument is again, because from your onset, you've misunderstood it. You, you quoted beauty. people who said it couldn't have been created, but those are just literary scholars. What I mean? What if I say, yeah, it could be created? Yeah. Let me just explain that because okay. your first presupposition was based on a falsehood, wasn't it? Yeah. You thought it was aesthetic reception. It's based upon the structural features of the Arabic language. Now Because I only have two minutes, I'll continue that in the Q and A. Okay. okay. So. شما گفتید اگر دنیا شروع شده و میشه در مورد شروع دنیا یا به روش استدلال قیاسی یا به روش استدلال تجربی صحبت کرد ترجیح من اینه که از استدلال قیاسی استفاده کنم من فکر نکنم اشاره شما به دیدگاه بینهایت بود وقتی که ما گفتیم آغاز جهان بر اساس تصادف و قراردادها و در حوزه گفتمان ریاضیه ولی همونطور که شما هم در کتابتون بهش اعتراف کردید نمیشه در مورد ریسترین بخش های محدود یه زمان بینهایت چنین چیزی اتفاق بیفته؟ بنابراین ما استدلال قیاسی رو در مورد آغاز جهان داریم و این استدلال میگه جهان قبل از آغازش وجود نداشته یعنی از دیدگاه هستی شناختی، اگر دلیلی برای آغاز جهان نبود، از اولش نمیتونست جهان آغاز بشه. دومین نکته که میخوام بگم، the And you're saying there's no cause? It, there, it wasn't, you know. Point is, yeah. I'm, I'm saying this. I'm saying what I'm saying is, what I'm saying is, there can be physical causes for physical effects. Yes. Okay, but they don't have to be. But God doesn't have to pull the, the photon up just because the, the photon appears from nothing doesn't require something supernatural. I agree. But okay. The, but so if a universe suddenly one, comes one into second. existence where it wasn't before. It doesn't require something superficial. But I already, I already gave you a defeater to the argument that you assume that when things begin to exist, they may not require any causes. And that defeater was... Not any purpose. I didn't say cause. I, look, I just said if a universe can come into existence by physical causes, yes, where there's no universe to begin with, it will happen at some time. And your point was it I happened agree. and therefore it, there's a reason no, why no, no, it no, happened no, no, because no. it happened when it happened. Point, well, well, if it didn't happen then, it would have happened some other time. You, and we would have had this conversation. Let's some calm, calm down. You're putting words in my mouth, okay? okay. What, what I'm did saying you say to you, I'm not saying things like, I'm not talking about teleolo teleology. I'm not talking about don't there is use, a purpose don't, behind. Don't use definition. Did you not say our universe came into existence for a cause and there had to be a reason for it? No, I didn't say reason. I, what, there what? had to be a purpose? No, I didn't say that. I said there is a oh, cause. I thought you, said you said there was an intelligence. You gave a whole long argument. Oh, that's after using conceptual analysis that you agree that there is a uncreated creator or a cause that was uncaused. Now, well, hold on, but yeah. it, forget all that. I just talked about our universe. Yes. Yeah. You, you, are you agreeing with me that our universe doesn't have to have a, 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 any purpose or reason to create it? No, of course I'm not. I don't agree with you. Well, but that's not my argument. My argument is deductively: was the universe once absent? Yes. Yes. If that's the case, then ontologically, which means the, the nature and source of reality. Is that it couldn't have come into being without a cause? Well, well, okay, first of all, the sim I, wish, I hope it's that way because that'd be easier to understand. Yes. Okay? It, it's possible that it's not that way. Okay? So if it has, and we, you could take this out of my time if you want, I don't give a damn. Um, the, 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 the point is that maybe, maybe time exists outside of our universe, maybe yes. it doesn't. Let's just pretend it does and then our universe came into existence and there was a physical cause for that that's fine I'm, I'm fine with that i'm fine with our universe coming into existence for physical cause just like that photon being created but as i pointed out to you it's equally possible that these notions that we have in our brains because we're humans living at a classical level that time that, some, that time exists and is a continuous flow may break down and if they break down at t equals zero then the, any sense of the word cause becomes nonsensical that, and yeah. the word cause I, I, is a red herring in yes. your terms it's not worth discussing it may not be relevant to the creation of our universe because there may not have been any time before it and therefore there may this notion that every every cause every effect has a cause may be irrelevant if there's no time now i don't know if that's the case but i'm willing so, yes. I'm willing to ask the question and I'm willing to do studies to see if it's reasonable. Yes. I'm not willing to presume the answer before I ask the question. Well, of course, I agree. Okay. But the point is the presumption here is is that you require time and that there's a specific physical definition for time. Now, well, the presumption is after t equals zero, you require time. That's absolutely true. The presumption that you require time at t equals zero, if you took the equations as they're written, no, no, you, time would go out the I'm, window. I'm not, I'm not, I don't have a contention with the physics. That's your job. No, no but there's no, yeah. But if, if you take it as a written, there's no time. The time has no meaning at t equals zero. Okay, agreed. Great. According, so no according to the cause. physics, I, I don't disagree with okay. you. I, I, highly, I highly respect that. But all of that is inductive in nature. No, it's not. Of course, what is it based on? Is it deductive? It's Based on observation, which is inductive. Well, no, no, it's <laughs> empirical. It's empirical. You know, you, you know. The problem is, it's empirical. It's okay. Well, what's methodical. empirical? Okay, okay, Look. I don't care, look, the Do not care you have an infinite set of observations? Mm -hmm. Have you had an infinite set of observations? Uh, now, if you're going to tell me, I read your, I read your uh, something you wrote, which really misrepresented science. You're absolutely right. If you're going to tell me, science can never tell anything with absolute certainty. Yes. Okay. That's Except exactly. things that are wrong. Yes. That's what science can tell. I agree. Science can tell us the Earth isn't six thousand years old. Okay. Good. Science can tell us. That, that science can tell us many things, and so I don't disagree times, with you. Okay, I don't so disagree fact, with you. Okay, so the fact that science can lead us closer to, the, to what is the underlying reality, is absolutely true. And the fact that, that science can't say with anything with absolute certainty is absolutely true, except what's wrong. Yes, I agree. Okay. okay, and it can say certain claims, for example, that the moon split in two, when he was, er, it was wrong. Now I know you're going to say another red herring. Interpretation. It's another red herring. I know another red herring but loads of fish in this room today. No, 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 no. Some people, as you will know, some people, as you know, some interpreters of that thought that was the case, but they're wrong. You agree with me? That, that's it. That, that's Do you agree that I'm making a different point here, professor? Okay. All I'm saying is this is a book of words and you can interpret it many different ways and some interpretation. Of I'm going to, I'm going to address that. I'm going to address that as well, but that's, mm -hmm. look we're okay. going from so many different issues. Like a, it's a typical strategy of not knowing how to respond to a particular point. Look, به عنوان مثال در قرآن هم آیه های سریح وجود داره هم آه های مشابه و همین که آیاتی داره که آی های دیگر را توضیح میدن. در زبان شناسی بهش میگن اشاره متنی. بنابراین این قرآن خودش یه فضای تفسیر ایجاد میکنه. بله قبول دارم اونها تفسیرن ولی یه چیزای دیگه هم هستن که در خارج از محدوده اون فضای تفسیر قرار می گیرن. مثلا شما زبان عربی رو بلد نیستید شما ابزار تفسیر رو نمیشناسید از سنت فقه چیزی نمیدونید و غیره یعنی بله موافقم که یه فضای تفسیری هست ولی کارش درست و دقیق و به خصوصه سوال جالبیه مثلا در سنت پروتستان ها دلیل اینکه اونها خودشون رو از کلیسای کاتولیک جدا کردن این بود که اونا می ببین این منم اینم کتابمه و من اونجوری که دلم بخواد تفسیرش می کنم. حالا پروتستان ها دارن برمیگردن به سنت کاتولیک چون میگن چطور باید اون کلمات رو بفهمم؟ این کلیسا رو به عنوان مقامات قابل قبول برای تفسیر پذیرفتن. همونطور که میبینید اونها گیجی و سردرگمی خودشون رو دارن. دلیلش هم اینه که کتاب اونها نشون نمیده که چطور باید تفسیر بشه. برای همینه که شما مدارس آلمانی برای آموزش سیستماتیک خداشناسی دارید. Ridiculous first. But I just Genesis. want to get back to my original point, okay. which is if. So there's, there's nothing unique about it. You keep pretending you, Islam is unique, and I don't see it. Can we do with a point at a time? Okay. okay. Yeah, okay. No, no, okay. But no, no, but you throw these things out. We believe Islam, Islam is not unique. If I don't professor, challenge them, professor then, then We don't accepted. believe Islam is unique. We believe oh. it's a universal message I believe believes the one true God. Don't enslave yourself to your ego and your, and your desires and the. These to aspects of man or to the social pressure. L'Oreal because i'm worth it. So but free yourself, free yourself from these free yourself from these shackles and worship the divine, which gives you true freedom. because if you want real liberty, liberty interestingly, the word ruh in the arabic language means soul or self. and it comes from the triliteral stem or self? which one? both. Okay. in different contexts. okay. we just be nuanced, okay? Yeah. not reductionist. so, what's oh, a soul? you want to tell me what a soul is? well, when you die, you'll find out. let me just get my point. <laughs> Let me make that's my a point. really bad explanation. Well, you know, come on. It, because it gives me something I can't test. You know? Listen, I'm the Greek. I'm supposed to be full of sophistry and rhetoric here. Yeah? Well, you are, but that's true. <laughs> نکته ای که میخواستم بگم اینه که کلمه روح از کلمه استراحت یعنی آزادی و آرامش میاد و جالب اینه که ما یه جورایی دنبال آرامش و آزادی هستیم اما کنایش اینه که از دیدگاه موجودیت یعنی از این دیدگاه که معنی وجود داشتن چیه من کی هستم همه ی ما برده به حساب میاییم به دلیل تولدتون آقا به دلیل تولدتون خانم درست همونطور که یه نویسنده ی آمریکایی یه بار نوشت Well, it was Rousseau who said that man is born free and he yeah, is forever. Yeah, exactly. Okay, well done. Yeah, yeah. Good. So, so let, me yeah, let, me, let me get poetic here. Yeah. Okay. So the point is, we don't choose our birth. I didn't choose I was going to be Greek looking like a Pakistani. You never, you never chose that. shaved, you wouldn't look so that so Pakistani. Well, you know, I'm growing my hair just like yours. It's okay. so, yeah. true. It's <laughs> nice. That's true. So the thing is, the thing I'm I trying like to say hair, by the way. thank you, okay. thank you, uh, we're becoming friends now, yeah? <laughs> نکته که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که بیاین در مورد یه سری از روایت دینی دقیق باشیم شما باید در مورد شکل و شمایلی که ما به عنوان مسلمان ازش استفاده میکنیم با همون همدلی کنید مثلا یه زن مسلمان موهاشو میپوشونه یه مرد مسلمان ریشش رو بلند میکنه ما به دلیل یه بردگی کور یه همچین کاری رو نمی کنیم. ما واقعا میفهمیم که تنها راه آزاد کردن خود از قید و بندهای اجتماعی همینه چون ما اجتماعی هستیم. تنها راه رهایی از قید و بند ها چیزیه که ما اسمش رو گذاشتیم آبودیه یعنی خدمت و عبادت واقعیت الهی. So, but, but It is. Okay, look, that's a different question. I'm not going to get into the, the moral judgments from certain traditions because at the end of the day, we and, and, and by the way, they're all only Islamic. I mean, I, you know, I, I, if you want me to offend other religions, I'm happy. No, I'm, I'm not. not saying that, Krauss, okay. but someone who is rationalizing incest doesn't have no more high ground to point the you finger know at Muslim we'll women. I mean, and the other point, and the other point. No, no, but let me finish let and me I finish answered, I didn't, I, I, I why let general, me complete the sentence thing. i'm sure it wouldn't go ad infinitum okay. let me make my point well, we could go ad item because it could last an infinite amount of time it's potentially time. so not actually you agree? potentially yeah but not actually <laughs> that was my point which you misunderstood so the point i'm trying to say uh, professor krauss is this is that you know these pointing the finger at other traditions uh -huh. okay. where is your ontological basis for an objective moral value like this, well, you know, in fact, is it objectively wrong that she's wearing a bag? What? Is it objectively morally wrong? Uh, uh, and how is it objectively morally wrong? wrong? I asked if it's sensible. Oh, okay, is it sensible? Okay. And, I, and and so my question to you is: It seems to me that, given the fact that I happen to view women and men as, you know, we have, we have differences, inherent genetic differences, of course, yes, but in, 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 but in every other sense, we're equal human beings. And in fact, in many senses, as you know, there are advantages and disadvantages. We don't disagree with so that. So I, I do not see any reason to treat women differently than men. I don't. It doesn't make sense to me. That's all I'm saying. Okay. Fair okay. enough. Good. Okay. So the point is, when we make moral judgments, I know you use the word sensible, but other times we uh, make no, no. Moral I don't. Judgments. I don't. I don't talk. Unlike you, I don't talk about morals because I try. In in this sense, the question before us was not is atheism moral or is Islam moral. It's is it sensible? And when people act, so why have sensibly. you spent 25 minutes pointing the finger and making moral judgments rather than, rather make than make trying sense. to do with my argument? I didn't make For a moral, example, I didn't you make thought, a moral judgment about your in, misinterpretation of whether infinity is allowed in physics. I didn't make a moral. I judgment. never said that. I made a factual. I never said judgment. that. I said it, it makes sense in physics because you need the mathematics to correspond to physical reality. I don't disagree with that. I am so saying. Need the mathematics to correspond to physical reality. Is that what you just said? Yeah, of course you do. Yeah, so physical to physics, reality can according, allow for infinity. According to what, I learned a lot from your book. Actually, it was quite interesting. You said, even in your book, I think it was page eighty-one. You said that essentially, you know, there's the maths, and I need to improve my physics to ensure it's in line with the math. And interestingly, no, no I need to improve my math to ensure it's in line with reality. Okay, good. So okay. what with is the, the, the evidence of experiment? Yes, good. So if if my math doesn't agree with the evidence of experiment, then I change my math. And that's why I think, and I don't want to build a straw man. And you made a conclusion in your book. You said this is why you can't have an infinite anything. No, you said that. You in your show book. me where I can't have an infinite anything. Yeah. Uh, can you, uh, about infinite energy density? Let me, let me, let can me I talk about whether the universe might be infinite. Let me find it for you. And by the way, if I did, I was wrong. <laughs> One second. That's honorable. That is honorable. No, that to me is the worst kind. That's, that's honorable. No, that is so honorable. I admit. What's offensive about these arguments is you quote people as if what they say matters. But the great thing about science is there are no authorities. I agree. There are no I, scientific I, authorities. Everyone can be wrong, and we all are. That is honorable. That is honorable. The I have people to people who claim to be, including Benedict, before he stopped being Pope. Yeah, yeah, one second. Will, uh, just, one second. Just, just bear with me. He wanted it here. here somewhere. No, no, I'm enjoying that yeah, piece. <laughs> no, this is good. This is good. Okay, so here we go. Infinity is not a pleasant quantity. However, at least as far as physicists are concerned, and we try to avoid it whenever possible. Whenever clearly, possible. clearly, the energy of empty space or anything else for that matter cannot be physically infinite. The energy of anything. No. You said. I'm sorry. I'm or anything sorry. else for that matter. The energy of anything. Cannot be Where, Where's that there? The energy of empty space or the energy of anything else. You're reading be. another book now. I wrote the. Well, Mohammed may not be here to talk about the Quran, but I'm here to talk about my book. And you don't, you don't even know your own book? And my book, <laughs> and my book says. You know, I repeat. Yes, do that. I repeat. Maybe I should change it into Arabic so you understand it. But the point is the energy of empty space or the energy of anything else cannot be infinite. Okay okay that's enough. what i said okay good so really it, it's suggestive of my point no sorry it didn't say space infinite. Did you get this infinite. sign by the way it didn't they say space oh, yeah. it didn't say space cannot be infinite or time cannot be infinite because they perfectly well can okay good but okay. there's another point you made wait 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 you know, the other don't, point don't, is don't i mean you're making a big mistake to try and talk no to me about i'm not i'll be happy to you'll have to be happy to show me what you said if i misquote listen, you listen listen okay. professor crass i can only read your words well, when you say. Or anything else for that matter, means or anything else. But I know I should have. I so know. Was that, was that paragraph about energy? Yeah, but but. Okay, just ask me. Oh, so there's energy. a context now. But when it comes to religion, there is no context. No, there is. But when it comes to physics, there's a context. You know, I talked to you about the fact that different interpretations <laughs> lead. Fair enough. In your, in I agree. I agree. Have interpreted the Quran I agree, anyway. Professor Krauss. But okay. listen to this. What you have to understand is this. You don't, do you agree that the universe started at, at a finite time ago? Do I agree? Yes. Because you, you made that point. Billion years ago. Yes. It's as far back as we can go to about the first um, millionth of a. Ten to of the a minus second. forty-three or something. Well, um, no. It change? Empirically, we know it to about a millionth of a millionth of a, millionth of a second. yeah Okay. Excellent. Of good. It started finite so time good. Ago. Exactly. So that, I said, was suggested suggestive evidence for my deductive reasoning. Okay. Well, with suggestive evidence for the Rig Veda, Akhenaten, uh, the, the Yeah, Rig I know. And good, and good, good. Let's North carry on Asian now. Myth. It's just as beautiful. It was created. I agree. I okay. agree. But then I said, but since we now we have the best possible explanation, which is an uncreated creator, or there is a Why cause is that, that the best was not caused. Explanation? Because I, I gave you all the logical explanation. This, this is the point. You should be attentive. No, I have the best explanation. It came from nothing by physics. Yes. But okay. you're nothing. Is it really like n nothing? No space, no time. Our universe didn't exist. So there's no there was there's no quantum th foam. There was nothing where our universe existed. There was no space and no time. Everything we see, this room that we're in, so when did not exist. When your friend Velenkin comments on that, &A, one second. So when, so when your friend Alexander Velenkin, who is a renowned cosmologist, Being a good friend, yes. a good friend. I mean, I have read some of his works. It goes way beyond me. Eh? I have to do that. And in fact, you know what? Yeah. You know what? In fact, Alex Velenkin, as you read in my book as I did, in fact, he scooped me because he wrote... Yes, he did, I read that, yeah, I that was very interesting. Talked yeah. about a creation of space from no space. Yes, I agree. Okay. Recently, he has mentioned that there is a spatial temporal boundary, right? No. What has he said? Well, uh, he is, I mean, you know, we, we can talk about the details of the instanton that he described in Yes, yes, yes. But in fact, there is no space at the, at the central point of that... Okay, agree. So, but, see, my main point is that this evidence is suggestive of an evidence that is what i would call far more stronger, it has great epistemic value and i'm going to end on this because it has greater epistemic value because as you admitted the inductive method doesn't lead to certain conclusions whereas the deductive method leads to certainty now you can't get but it all the time wrong. but <laughs> no if the premises so, i can be certain about something and be wrong can you, can yeah, you? i agree okay. but Krauss, if the premises are sound and the logic is valid it's still certain you still what have you to know? prove to me yeah, but Krause, you professor krauss you still have to prove to me that the deductive logic i used is unsound or, or not valid and you haven't done that well, okay if you don't think i have i do okay uh, i'm really sorry to interrupt you okay. professor krauss hamza you're going at it hammer and tongs but there's a whole bunch of guys out there who want to sort of have a say okay Okay guys, settle down, we're going to get the first question right now. Okay, my first question is to Professor Krauss, and this is just to sort out the sort of the whole thing we we're talking about. I just opened up your page and it says, nothing is something. There you go. What, where, that's, the that's the title of a chapter. Yep. That's the title of a chapter, nothing okay. is something, right? And, and, and you know uh, what I meant? No, no right? and my, I'm going to ask my second question now. Okay. Your whole book is based on mathematics, and mathematics, as you know, is based on deduction. No, it's based on evidence okay, okay. On evidence. and you use right. mathematics throughout your book and you say deductive show me the equations in my book show me the equations okay. are there equations yes they are whether well, one or two the book's 200 pages long <laughs> okay, okay. Yeah. let me just ask my, my question my, my, my first question square. was you said nothing is something as soon as you open the book yeah. secondly you said deductive method deduct deduction doesn't work and maths is based upon deduction no, it may not work no, no, you said it in the opening. Deduction doesn't work, and your book is full of mathematics and deduction. Mathematics is based upon deduction. So, how do you. Uh, it's actually a good introduction to logical fallacies. Ooh. <laughs> 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 Professor, ask. you want to say something? Yeah, okay. I mean, th these rhetorical things are so ridiculous. But, okay. Um, I like uh, catchy phrases. من یه سری عباراتی که به یاد موندنیان و راحت تر به ذهن میرسن رو دوست دارم و وقتی که گفتم هیچی یه چیزیه داشتم به عنوان فصل اشاره میکردم نکته مورد نظر من که خیلی از فیلسوفان متوجهش نمیشن اینه که هیچی یه ویژگی فیزیکیه یه ویژگی فلسفی نیست یه ویژگی تخیلی و ذهنی نیست در فیزیک هیچی یعنی قایب بودن یه چیزی بنابراین برای فهم این که هیچی چیه شما اول باید از خودتون بپرسید که یه چیزی چیه و برای این کار باید کلی کار انجام بدید همه ی اون کارهایی که در قرن بیستم انجام شد و خیلی از اون آدمهای باهوشی که آزمایش انجام دادن و فیزیکدانهای تجربی رو هم لازم داره بنابراین کاری که من سعی دارم بکنم اینه که توضیح بدم منظور ما از یه چیزی چیه تا مردم هم بتونن بفهمن معنی نبودن یه چیزی چیه سعی من این بود که خیلی روشن و واضح و دقیق صحبت کنم هدف من متقاعد کردن آدم ها نبوده تلاش من توضیح دادن و تشریح کردن یه موضوع علمی بوده و نکته اینجاست که در فیزیک هیچی یعنی نبودن و غیبت یه چیزی و برای فهم نبودن و غیبت یه چیزی اول باید فهمید که یه چیزی تعریفش چیه؟ این از سوال اولتون. دوم اینکه ریاضیات ریاضیاته. شما دارید درست میگید ولی فیزیک ریاضیات نیست من هم در ریاضیات فارغ و تحصیل شدم هم در فیزیک و یاد گرفتم که من ریاضیدان نیستم از اون مهمتر یاد گرفتم که بعضی از همکاران ریاضیدان و بزرگ من فیزیکدان نیستند چون فیزیک یه جور دیگه کار میکنه ما در فیزیک میایم مدل های ریاضی از واقعیات رو میسازیم ولی نمیایم بگیم که اونها مدل های ریاضی هستند پس درستن و بر اساس واقعیات دنیای ما هستند در واقع من دارم همین کار رو میکنم و دائما دارم مدل های ریاضی مینویسم ولی بیشتر اونها تا حالا اشتباه بودن چون با واقعیت دنیای ما تطابق نداشتند من یه روز میشینم و تلاش میکنم یه مدلی از ریاضیات رو بنویسم که واقعیات رو توضیح بدن. بعد اون مدل ریاضی میره برای آزمایش و بعدش 99 ممیز 999 درصد از مواقع میبینیم که اون ریاضیات اشتباهن و با واقعیات جور در نمیان. چون علم اینجوری کار میکنه. اگه اینجوری نبود هر کسی میتونست بیاد این کار رو انجام بده. موضوع اینه که ریاضیات تنها یه زبان مفید برای توضیح طبیعته. در واقع تا جایی که ما میدونیم تنها زبان مفیده. ریاضیات میتونن تعداد بینهایتی از دنیاها رو توضیح بدن. یعنی شما میتونید توضیح ریاضی بینهایت دنیا رو بنویسید که بیشتر اون دنیاها دنیای ما نیستند. تنها راهی که ما میتونیم تعیین کنیم که ریاضیاتی که نوشتیم متعلق به دنیای ما هستن اینه که بریم بیرون و آزمایشات تجربی انجام بدیم. علم بر اساس آزمایشات تجربیه بدون تجربه و فقط با فکر کردن و استدلال قیاسی آوردن نمیشه به جایی رسید. اگه شما یه فیزیکدان ذرات رو توی یه اتاق زندانی کنید و ازش بخواید بدون هیچ مشاهده تجربی به تئوری واقعیت برسه جوابی که برای شما پیدا خواهد کرد اشتباه خواهد بود. You said deduction doesn't work and your book has mathematics and what I want to ask okay, you is fine I agree what, with you next question okay, what is deduction that's my question what is deduction do you even know what deduction is cuz I studied mathematics at university you know, i don't even think you know what, know what really, it means you know what, what is deduction you know, you know what the, yeah what is let me just say i know let me just say let me just say this okay you can make definitions of things I can try and figure out how the universe works. I'll make progress, and you'll sit here. Okay. Thanks very much. Um, next question, please. Uh, hi, my question is to Hamza, and uh, it's about uh, the things he said about science and Islam. He's, um, he's done a uh, research paper on embryology within the Quran, and the idea that I'm getting is that you know it's, it's sort of better. Actually, understand Arabic more to get more scientific ideas out of the Quran. Um, but where is the LHC equivalent um, in terms of Islam? Where's the? What is the LHC equivalent? I, I Large, LHC, hadron equivalent. Large Hadron Collider equivalent. Okay, in Islam. Oh, yes, or you know, I mean, wouldn't it be a better idea just to study the Quran and and come out with these results? Okay. And when can we see it's those a good big question. results? This uh, نکته اول اینه که اون مقاله‌ای که من نوشتم بر این اساس نبوده که بخواد بگه قرآن به شما علم یاد میده. اگه شما اون مقاله رو خونده بودید متوجه می شدید که داره میگه قرآن خیلی کلیه و بیشتر جاهای قرآن که مربوط به علمه کاملا مبهمه. در الهیات اسلامی آیاتی وجود داره که پاسخ روشنی به شما نمیده ولی شما رو به تفکر وادار میکنه. صادقانه بگم، تنها یه آدم واقعا احمق فکر میکنه که توی کتاب آسمانی میتونه در مورد فیزیک کوانتوم و جنین شناسی یه مطلبی پیدا کنه. هدف به وجود آوردن قرآن این نبوده. <applause> و شاتبی که متخصص الهیات بوده گفته این کتاب قرآن هست تا باعث بشه شما در مورد مهمترین سوالات در مورد زندگی فکر کنید من کی هستم؟ برای کی هستم؟ چرا هستم؟ از کی هستم؟ اینا سوالات موجودیتی و اگزیستنشیاله yes. نکته ای که میخواستم از دیدگاه الهیاتی بهش اشاره کنم اینه که من نگفتم قرآن کتابی علمیه گفتم زبان قرآن زبان علم قرن هفتم نیست. اصل حرفم این بود. پس ربطی به این حقیقت نداره که That was my main point. So it's got nothing to do with the fact there be more? Sorry? There be more there? No, but why should there be? Oh, oh my main more... تفاصیل علمی دقیق وجود داره ولی زیاد نیست میدونید ویژگی منحصر به فرد گفتمان قرآنی چیه؟ وقتی در مورد یه پدیده ی طبیعی صحبت میکنه مثلا از یه کلمه ای استفاده میکنه و اون کلمه دامنه ای از معناها رو داره شما خودتون هم میتونید اون کلمه رو برای خودتون معنی کنید ولی اون چه که جالبه اینه که اون کلمه هم با اشتباهات گذشته و هم با حقایق دقیق آینده همخونی داره اینه که خیلی جالبه. اجازه بدید به نکته مورد نظرم برسم حرف من این نیست که قرآن علمی نیست چون به اعتقاد من همونطور که پروفسور کراس قبول البته یه جورایی جوابمو نداد به هر حال علم بر اساس استقراس و متدهای استقرایی نتیجه قطعی ندارن بنابراین ما میتونیم به قرآن مراجعه کنیم که در اون به روش قیاسی یه چیزایی رو ثابت میکنه و به ما میگه که برید دنبال علم و ببینید چیزای مختلف چجوری کار میکنن ممکنه که ما اشتباه کنیم ممکنم هست که حق با ما باشه ولی فقط اشتباه اگه ما بیایم بگیم یه چیزی که قیاسیه رو میشه با حدس و گمان یا به روش غیر قطعی اثبات کرد برای همین من با شما همدلی میکنم چون روند کنونی ما در تبلیغ برای اسلام شدیدن به علم متکیه برای همین ما باید از علم سر در بیاریم و واسه همین من مقاله ای نوشتم با عنوان چطور ما درک اشتباهی از تئوری دگرگشت داشتیم من علم دگرگشت رو انکار نمی کنم من بیشتر روی دانشگاهیان علاقه من به فلسفه ی علم تمرکز می کنم و می بینم که مشکلات زیادی در این زمینه وجود داره. مثلا مشکل تجربه گرایی قوی یا تجربه گرایی ضعیف، مشکلی که استقرا داره، مشکل جعل یا تحریف و امثال اونها. بنابراین از این دیدگاه شما اون مقاله را اشتباه متوجه شدید. <تصفحان> <تصفحان> and tested a, the a, a scientific idea as gravity or quantum mechanics. It, we make new drugs based on it. I, in fact, the evidence of evolution makes evolution a fact. OK. okay. Uh, I, I even addressed that, yeah, and, no, and okay. I tried to read it, and it seemed to me that you were suggesting it wasn't, But anyway, that, I may have misunderstood it. So I'm willing to, I'm willing to agree that I may have misunderstood it, But that's the lesson I was getting out of it. Mm -hmm. OK, good. M maybe we mm -hmm. could sit, have a coffee after OK, we're going go to the, okay, we go to the next question. Please. Please. Uh, thank you for the very emotive debate. My question is to Professor Lawrence Krauss. Why did I guess that? <laughs> <laughs> okay. Okay. No. Go on. Anyway. Uh, firstly, let's not conflate science with atheism. What? Firstly, let's not conflate science with atheism. As we would all agree, that science doesn't logically entail atheism. It is methodologically neutral. Um, therefore, my question is this: Science, being an a empirical method based on observation, experimentation. Never answer metaphysical questions such as the existence of God. So then, the, it would arise: How do you, as an atheist, maintain your position? Because you've said, for example, empirically speaking, we can't say God exists or does not exist. Rationally deductive, you've already ruled out. Therefore, how could you rationally justify your belief? How, how can you say it's common sense and nonsensical? Please. Well, Thank well, you very much. A good question. I, I, okay, I should clarify that. I think it's a very good question. Um, and so, yeah, let me clarify Yeah. Okay, let me, let me try اجازه بدید سعی کنم این موضوع رو روشن کنم. اول میخوام به این نکته اصرار کنم که آتئیسم یه باور نیست. و به عنوان یه دانشمند من به هیچ چیزی باور ندارم. شما از کلمه باور استفاده می کنید ولی دانشمندان نباید از کلمه باور استفاده کنند. از دید دانشمندا یه سری چیزا محتمل ترن و یه سری چیزا احتمال رخ دادنشون کمتره و همونطور که همزه بهش اشاره کرد علم نمیتونه با قطعیت صد درصد هیچ چیزی رو بگه. میتونه بر اساس شواهد و مدارک آزمایش های تجربی بگه یه چیزی خیلی خیلی محتمله یا یه چیزی خیلی خیلی نامحتمله. بنابراین این سوال اینه که چی محتمل تره؟ این همه اون چیزیه که آتئیست ها میگن. منظورم اینه که همون چیزیه که اونهایی که ادعای آتئیست بودن دارن میگن. اینو میدونستید که خیلی از دانشمندا اصلا در مورد خدا فکر نمی چون خدا یه موضوع نامربوطه در هیچ کنفرانس علمی یا در هیچ بحث و تبادل نظری حرف خدا نمیشه چون ماها فقط به دنبال این هستیم که بفهمیم جهان چجوری کار میکنه شما در این مورد کاملا حق دارید و من به این موضوع تاکید می و در این زمینه یک کمی با دوستم ریچارد داکینز تفاوت نظر دارم که علم مستلزم آتئیسم نیست و اثبات این حرفم هم شواهد تجربیه من چندین دانشمند همکار شایسته دارم که همشون بی خدا نیستند و از اونجایی که اونها دانشمندانی عالی و خدا باور هستن معنیش اینه که اونهایی که به علم میپردازند لازم نیست که خدا ناباور باشند و یکی دیگه از دلایلش اینه که آدمها میتونن در یه زمان ایده هایی متناقض داشته باشن. علم هم هیچ وقت نمیتونه هدفدار بودن دنیا رو رد کنه. تمام چیزی که ما میتونیم بپرسیم اینه که با مدارک و مشاهدات تجربی من فکر میکنم چی محتمل تره؟ آیا احتمال بیشتری وجود داره که یه خدای شخصی وجود داشته باشه که بیاد از بین 400 میلیارد کهکشان تصادفاً یک کهکشان رو انتخاب کنه و از میان اون همه سیاره یه سیاره خیلی معمولی و تصادفی رو انتخاب کنه و به ما اهمیت بده؟ اونم در حالی که همه اون چیزی که ما از جهان داریم میبینیم فقط یک درصد از کل جهانه و اگه ما و همه کهکشان از این دنیا حذف بشیم تا حد زیادی دنیا همونی باقی میمونه که قبلا بوده و از نبوده ما دنیا ککشم نمیگزه بر اساس مشاهدات ما فقط آلودگی کیهانی هستیم بنابراین بر اساس همه اون چیزهایی که من میبینم باور به یه همچین چیزی برای من مسخر است و اقلانیت منم نمیتونه قبول کنه که این جهان برای من انسان به وجود اومده همین Uh, talking about uh, you know infinity and uh, uh, I mean a lot of these arguments were sort of William Lane Craig type arguments, who by the way Fox News loves. Um, now my question is, we've got a guy here who's, who's written 300 books in astronomy, cosmology, whatever, and we we I mean there is a lot of talk about Islam about the Quran having scientific evidence behind it, um, cosmologically as well. Why don't we ask him these questions? Why didn't we say it? Well, I don't know. You said that you don't know. So why not ask him? He's there. I mean, why, why not? This is this is a forum for conversation. Why didn't we have? The, well, I didn't hear one time, except for when you mentioned quantum vacuum, where he explained to you what quantum vacuum is. Yes. Like other than that, I didn't hear anything. So I'm, I'm really interested as to why that conversation didn't happen, in, in, in here. Because my argument wasn't a scientific one. But, uh, I, could, I could do that in Starbucks well, or hold, for hold the leftists amongst you in, in, in another coffee shop. Just like William Lane Craig often tries to no, 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 no. use the evidence of the Big Bang. No, let's yeah. this be attentive to my, <laughs> my argument. It wasn't a key premise. Yeah, it was. Absolutely. I even repeated. Well, I, I guarantee you, I agree with you, it was not scientific at yeah. all. Yeah, exactly, well, well done. So <laughs> or, or my point was, it was just suggestive. You're if right, you suggestive. If you remove that argument, you still have my deductive argument that hasn't been addressed. No, I, I, I know. Yeah. What I'm saying is, then, why did you use the linguistic argument? Why not this, like the? Because I don't hold the view. I don't hold the view that the scientific argument per se is strong enough to become a right. So it argument. has to be linguistic. So you, you so let's make. No, it clear, there's many others. There's this historical. Is a there's numerical. This, this is I, I could give uh, them I to you now. Historical okay. is also based on evidence. Let me make this clear because it could be a real difference, and it should just represent our fundamental differences. Yeah, of course. You you don't believe that your beliefs should conform to the evidence of reality? No, of course not. Okay, I don't. fine. but that's you just even agreed that science itself, which we love and we think is a mercy from the divine reality to use, mm -hmm. that has that has correlated verses indicating we must use reality and and be empirical. You've assumed that 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 empiricism is would lead to an understanding of reality absolutely but no, you you no, agreed no, 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 no. that's I never not the said case any absolutes. i've always said plausible likely unlikely that's the way but science that's works my and and the whole question here is what's more sensible and the point is once again i said empirically a thousand religions you're athe all atheists for 999 of them i'm just an atheist for one more. yeah but this is precisely my point yeah. why would i therefore use an empirical inductive method to form beliefs that I believe are certain. That would be obnoxious of me. So, what I do is if I believe something is so certain as the existence of the divine and the miraculous nature of the Quran, I'm not going to use an inductive method which is speculative and probabilistic, which you, you would even agree ranges from zero to 99%. I would have to rely heavily on what you would call other methods, epistemic routes to knowledge, such as deduction. And they nothing well, the and they And they are sensible. And here's the question. As Carl Sagan would have said, extraordinary claims require extraordinary evidence. And the claim that you're absolutely certain of the truth, that you, that you personally are absolutely certain of the truth, is a remarkable claim. No. And the evidence you presented was, was not was Straw, not straw not man. I'm absolutely certain of very basic truths, and this is called epistemic foundationism. Oh, I don't have that presumption. I'm yeah. not that presumptuous. Well, you obviously have a presumption that induction works. That's the truth no, in I itself. No, I don't have the presumption that I know the truth. Let's okay. presume there's more questions as well. Okay. Let's go. Um, hi, my my question is for Hamza. Oh yes. And, uh, my question is, I just want to clear something up before I go on. Do you think that logic and science are two separate paths to truth? Because Professor Krauss here is taking the scientific approach. You've been taking the logic approach. Do you believe they're mutually exclusive? That no. you No, no, بنابراین مشکلی نیست و یه استدلال استقرایی تجربی تلقی میشه منتها نکته که من سعی دارم بگم اینه که بین استقرا و قیاس تفاوت وجود داره و این یه تفاوت واضحه پس نکته اینجاست که ما یه استدلال قیاسی معتبر و اقلانی داریم پس محض رضای خدا اجازه بدید بهش اشاره کنیم نه اینکه فقط بگیم شماها کیسه میکشید به سرتون شماها یک شنبه ها گوشاتون رو میخارونید یا شما جرم گوشتون رو تمیز نمی کنید و همینجوری مقالطه کنیم و مردم رو بفرستیم دنبال نخود سیاه uh, I, no, no, You بعضی از اونها با مدارک و شواهد تجربی پشتیبانی میشن اما بیشترشون قیاسی هن. همینه که استدلال های قیاسی رو خیلی قوی میکنه اگه شما فرض های مقدماتی داشته باشید که قیاسی باشند، نتیجه هم معتبر و اقلانی خواهد بود. واسه همینه که میگم اقلانی و منطقی نیست که وقتی استدلال قیاسی داریم، بریم از استدلال استقرایی استفاده کنیم. نه 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 اجازه بده اینو توضیح بدم اون چیزی که جالبه اینه که اظهارات شما رو هم میشه اظهاراتی متافیزیکی در نظر گرفت میشه اونو به صورت متافیزیکی ترجمه کرد برای مثال اینکه شما بگید استقرا تنها راه و تنها روش برای ساختن واقعیات شناخته شده شماست این اظهار نظر خودش خودش رو شکست میده شما حتی نمیتونید با مدارک تجربی اثباتش کنید این یه اظهار نظر استقراییه برات یه مثال میزنم You don't claim to know what's valid just by knowing it. No, but, you, but no, but you have to in that very statement in itself because you're, it's almost like you're presenting this crude scientism or logical positivism. Oh, that's, stop using words. Talk okay. Wait, in wait, okay. Oh, but when you use words. اگه نمیدونید علم گرایی چیه براتون تعریفش میکنم یه ادعایی هست که میگه علم به تنهایی برای تشخیص چیستی واقعیات کافیه این گزاره خودش خودش رو رد میکنه چون علم نمیتونه یه همچین ادعایی رو ثابت کنه خود علم یا یه همچین گزاره هایی معیوبن چون علم نمیتونه حقایق ریاضیاتی رو اثبات کنه علم نمیتونه

It's highly likely that he yeah. exists. Okay. Is what science would say. Yeah, but let me make my point. Even anyone studying epistemology, which is, is the study of knowledge and belief, yeah. Yeah. you would know that the majority of your opinions in this room as well is based on non empirical evidence. It's you're based right, on. But the, let the me finish. Is, I, I understand that could be wrong. Yeah, but I, Aristotle may not have existed. Yeah, but you're missing a your point. I'm trying to show okay. you there's other routes to knowledge, sir. Which well, is. Not knowledge. Such as, so testimony, for example. Oh, testimony. Authentic and valid testimony. Oh, my goodness. You really believe in testimony as proof of, uh, of? Do you really believe that? But, but Professor Krauss, the whole—Do really you really believe that? Let, you know, I say let's not dig a hole for ourselves. Someone did something; it happened. Go to the Berkeley website on the scientific method. It says one of the majority aspects. I don't aspects, go to websites; I just do science. Yeah. Okay. Well, it's very it's very great. Well, do this science then. Listen to this science. The Berkeley website says the key part of the scientific method is is also the working. Of other scientists that like you test and you don't trust, yeah. and you repeat their experiments because you don't trust them. Yes, both. I agree. That's wait, the wait, wait. Work. But there's a lot of science. You don't trust other people's results. Excuse me, sir. There's a lot of science that requires testimony. Yeah? What? Lots of science. What? Okay, okay, I'll give you an example. Have you done every single experiment concerning evolution? No. So you believe it's true? Thank you, you very know, much. I don't know. What else do you I want to know. say? Do you, do, you, do you want me to answer? Want me an answer yeah. do you Want to an answer your question? Of course I do. Of course I do. You, you, you get an answer before I even answered it. Come oh, on. Okay. Yeah, <coughs> you know, I, I'm, I'm, I I'm learning from anything. the best. I, told you <laughs> I don't believe in anything. I think, based on the evidence of my experience, yes, and everything I see in the world around me, that evolution <laughs> is highly likely. Okay. And that's what I would call a fact. So, we, so, 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 when you had an interview. I'm, I'm, unbelievably highly likely oh, as, okay. as highly likely as the I, even though I haven't, I haven't ever been in space so i wouldn't mind uh, look i believe I know, in i, I believe, the, I, I believe I, in uh, gender equality the and the, the, the only woman who wants to answer a question in the room right now oh, she's standing there let's do it okay. <laughs> i applaud that i applaud you for that i just wanted to make a comment من میخوام در مورد یه جریانی صحبت کنم که قبل از اینکه این, این مناظره شروع بشه اتفاق افتاد. من اعتراف میکنم که یه برادری که نتونسته بود از اونجایی که اومده بود یه صندلی پیدا کنه و بشینه و من قبول دارم که حق اینو داشت که روی هر صندلی که میخواست بشینه ولی یه سری سوء تفاهم های ایجاد شد. اول اینکه موزه اسلام در این زمینه کاملا روشنه و برابری در اسلام فوقالعاده مهمه مثلا در اسلام یه سفید پوست هیچ برتری به یه سیاه پوست نداره و برعکس. و مشکل هم اونجا این نبود که یه نفر به یه نفر دیگه ای برتری داره و کسی هم هیچ تبعیزی رو به ایشون تحمیل نکرده بود ایشون هم اجازه داشت در کنار خانوم هایی که اون پشت نشستن بشینه و هم میتونست در کنار خانوم هایی که این جلو نشسته باشن بشینه ولی اگه بعضی از ماها بعضی از زنان انتخابمون این باشه که با فاصله از مردان بشینیم چرا باید اون مرد خودش رو به ما تحمیل کنه؟ اگه من به همراه دوستان به دور از مردان در یه رستوران نشسته بودم آیا مناسب بود که اون مرد بیاد و به میز ما ملحق بشه؟ من خیلی ساده به خاطر بی ایشون به ارزش هام آزرده شدم. نکته اینجاست که همونطور که قبلا هم گفتم مردم نباید معذب و ناراحت باشن. اگه جاشون ناراحت و معذب کنند است، باید جابجا جا بشن. با این حال تو انتخاب کردی که در یه رویدادی شرکت کنی که در اون مرد و زن رو از هم جدا نکرده بودن. اگه یه همچین چیزی تو رو ناراحت و معذب می کرد، من فکر می کنم حق این رو داشتی که اینجا نباشی و بعدا ویدیوی این مناظره رو ببینی. ولی تو انتخاب کردی که اینجا باشی. من متوجه این هستم که ممکنه معذب بوده باشی و به این مسئله هم احترام میذارم شما رو نباید مجبور به اون کار کنند ولی اگه شما انتخاب کنید برید بازی هاکی ببینید یا مثلا بازی فوتبال که اسم واقعیش ساکره شما خودتون رو در معرض یه سری رخدادهایی که مربوط به شرایط اون بازی هاست قرار دادید. من به تمایلات شما احترام میذارم و نمیخوام شما مجبور به انجام کاری باشید که معذبتون میکنه. بنابراین اگه رفتار اون آقا از نظر شما توهین آمیز اومد باید جا به جا میشدید. چون واقعیت اینه که در این مجلس قانون این نبوده که زن و مرد باید از هم جدا باشن. باید میدونستید که یه همچین احتمالی وجود داره که یه مردی بیاد در کنار شما بشینه. بنابراین انتخاب خودتون بوده. Thank you very much. Thank. Okay. Thank you. Very, thank you very much. Thank you very much. You guys, mashallah, Oh, sorry. <laughs> um, oh, don't be sorry. I've I been sitting on the fence the whole night. You see. It, um, it Okay. It's painful sitting on fences. Um, Hamza have, and Professor Kraus. You know, I think you guys have been amazing tonight. Don't you think? من خوشحالم که گفتگوهای بیشتری انجام دادیم و همونطور که قبلا هم گفتم به نظر من شکل و فرم این مناظره احمقانه بود اینکه بخواد آتئیست با اسلام مقایسه بشه منو ببخشید چون چنین مقایسه‌ای به تعامل متقابل سودمندی منتهی نمیشه البته یه نکات مثبتی از این حقیقت که من و حمزه هم با هم گفتگو کردیم در اومد که خیلی مثبتتر از اونه که کسی بیاد یه سخنرانی طولانی با یه سری کلمات و اصطلاحات تخصصی بکنه و لفاظی کنه و تمام تلاشش این باشه که از حرفهای طرف مقابل تناقض در بیاره اینکه به جای مستدل صحبت کردن لفاظی کنیم برای آموزش و پرورش دیگران حاصلی نخواهد داشت من مطمئنم که یک کسانی رو رنجوندم ولی قصد من توهین کردن نبوده. همیشه بعضی از همکارانم هم از من میرنجن. به هر حال قصد من ایجاد کردن سوالات و تشویق مردم به تفکر در مورد مسائل مختلف بوده. برای همینم امیدوارم بعضی از اظهاراتم باعث شده باشن که بعضی ها به فکر بیافتند و به راستی کل هدف من اینه که همه به اطلاعات دسترسی داشته باشن به نظر من شما باید به اطلاعات مربوط به چگونگی کار کرده جهان دسترسی داشته باشید و دلیل اینکه من کتاب های علمی می نویسم و میام در مورد علم صحبت می کنم همینه چون به نظرم یه سری از ایده های علمی زیباترین ایده هایی هستند که آدم ها به ذهنشون رسیده. ما نباید از این ایده ها بترسیم. باید این طور بهشون نگاه کنیم که اگه یه ایده علمی اذیتمون میکنه و حس ما اینه که به باورهامون توهین شده چیز خوبیه چون معنیش اینه که فهمیدیم باورهامون غلطن و همونطور که من همیشه به دانشجویان میگم این بزرگترین هدیه که ما میتونیم داشته باشیم. منظورم تغییر عقیده و یادگیریه. تغییر عقیده و یادگیریه که موجب پیشرفت میشه و امکان این اتفاق رو برامون فراهم میکنه که این دوربین های برداری از ما فیلم بگیرن. و همونطور که امیدوارم وقتی مدارک و شواهد لازم وجود داشت خودم با اراده خودم باورهامو تغییر بدم و نظرم رو عوض کنم و بیشتر یاد بگیرم و یادگیری هم رو با دیگران به اشتراک بذارم این امید رو هم دارم که تغییر عقیده و یادگیری گسترش پیدا کنه و قطعا من به دنبال این نیستم که شما رو به هیچ چیز خاصی تبدیل کنم ممنون از اینکه گوش کردید یه چیزی در درون من میگه من میدونستم اینجوری پیش میره چون در عین حال که من پروفسور کراس رو نگاه میکردم و باهاش مخالف بودم ولی عاشق سبک و سیاقشون هستم پدر من هم سبک و سیاق شما رو دوست داره شما شبیه این هستید که برام مهم نیست. میخوام خودم باشم. همینه که هست. برابر این من به شیوه شما احترام میذارم. Well, I قبل و مهمتر از هر چیز به نظرم بحثی طولانی در مورد تعریف معجزه‌ای که من ارائه کردم وجود داشت و شاید بهتر باشه در این مورد صحبت‌های مفیدتری داشته باشیم شاید بد نباشه تعریف منسجمتری از اونچه که گفتم ارائه بشه در این مورد که فرم ادبی قرآنه که ما معجزه میدونیمش و کاری به جنبه های زیبایی شناختیش نداریم و اون آزمایشی که ازش صحبت شد در این زمینه که کلمات عربی رو به کامپیوتر دادن و آیه قرآنی تولید شد بر اساس انقطاع پذیری گفتمان قرآنه و مبتنی بر یه سوره قرآن نبوده. به نظرم برای اثبات اینکه جهان آغاز داشته ما به اندازه کافی استدلال اووردیم بنابراین دنیا نمیتونه از هیچی به وجود اومده باشه. و اینجوری نبوده که جهان وجود نداشته باشه و یهو یه خود به خود وارد موجودیت بشه. نمیتونسته خودش خودش رو به وجود بیاره و به دلیل بی معنی بودن پس رفته بی نهایت نمیتونسته دنیا به واسطه کسی هم خلق شده باشه که خودش مخلوق یکی دیگه بوده بنابراین منطقیه که دنیا توسط کسی به وجود اومده باشه که خودش توسط کس دیگه خلق نشده باشه اون خالق چیزیه که خودش علت بوده ولی این علت معلول هیچ علت دیگه نبوده و این مطابق با تعریف دیگه ی ما از علیته که میگه علت چیزیه که باعث تولید تغییر و تاثیر میشه که امکان علیت نامتقارن رو فراهم میکنه ضمنا ما در مورد بینهایت و ویژگی های بینهایت صحبت کردیم و اون چیزایی که پروفسور کراوس گفتن و مثالهایی که زدن فقط در قلم روی ریاضیات قابل قبوله و در واقعیت قابل قبول نیست اینا همه ای اون چیزایی بود که من میخواستم بگم و فکر نمی اصلا به فرض مقدماتی کلیدی استدلال قیاسی من پرداخته شد. به نظر من از این دیدگاه این مناظره فقط نشون دهنده صحت اسلام بود چون اگه اسلام خیلی غلط و خیلی آشغال و خیلی غیر بود ما باید استدلال خیلی قویتری رو برای رد اسلام از طرف مقابل میشنیدیم. ولی به اعتقاد من یه همچین اتفاقی تا روز قیامت نخواهد افتاد و چیزی که ما امروز یاد گرفتیم این بود که میتونیم بشینیم سر یه میز و میتونیم با همدیگه حرف بزنیم ممکنه که عصبانی بشیم و لفاظی کنیم و راستی میخواستم از هر کسی که بهش توهین کردم معذرت خواهی کنم مخصوصا از پروفسور کراس من چیزایی به ایشون گفتم که نباید میگفتم. ایشون فوقلاده مورد احترام هستن و ما باید فروتن باشیم و بابت یافته های علمی ایشون ازشون قدرشناس شناس باشیم. بعضی از کلماتی که امروز من استفاده کردم مناسب نبودن و ممکنه که لفاظی به نظر اومدن و یه مسئله دیگه است. مهم اینه که آخر سر بیاین انسان باشیم و بدون قضاوت های قبلی وارد ارتباط با هم دیگه بشیم. که این کار خیلی سختیه و تنها راهش اینه که وقتی که با کسی وارد تعامل و رابطه میشیم نگرانی ها و داستان های ذهنیمون و همینطور پیش قضاوت رو کنار بذاریم و این چیزیه که ما همیشه توی کلاس آموزشش میدیم با انسان ها تعامل و ارتباط برقرار کنید نه با اعتقاداتشون و نه با برداشتی که از اونها دارید ما امروز دقیقا به اون هدف نرسیدیم ولی میدونید چیه این شروعشه خدا خیرتون بده